عقيدة صدق في صدري لبيك أتيتك في لهف لسؤالك يا أهل الذكر لسؤالك يا أهل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بايات بنام الله متعال و با درود و سلام بر حضرت محمد مصطفى برنامه امروز را آغاز میکنیم. عرض سلام و خسته نباشید داریم خدمت شما عزیزان. امیدوارم در هر کجا که هستین همیشه در پناه الله شاد و خوش و خرم باشین. در خدمت شما بزرگواران هستیم با برنامه روزهای دوشنبه، برنامه پرسش و پاسخ. در این قسمت در خدمت جناب مولانا عبدالقدوس دهقان هستیم که خدمت ایشان نیز عرض سلام و خسته نباشید داریم. بندم خدمت شما و تمامی بینندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در خدمت جناب علی و بینندگان عزیز خواهم بود. سلامت باشین. برنامه را طبق معمول از سوال‌های اس‌ام‌اس بینندگان عزیز آغاز می‌کنیم و بینندگانی هم که قصد دارن تماس تلفنی بگیرن خواهش می‌کنم که از الان سوالاشون آماده بکنن و منتظر باشن که شماره‌ها زیرنویس باشه. بیننده پرسیدن اگر آقایی از روی مجبوری و به خاطر اینکه به بیماری دچار شده که موهایش سفید شده و می‌خواهد موی سفید شده را به خواست خانمش سیاه کند، آیا این اجازه را دارد از نظر شرعی یا نه؟ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در مورد رنگ کردن موی فقها دیدگاه‌های متفاوتی را دارند. بسیاری معتقد به تحریمند و برخی معتقد به کراهت و برخی معتقد بدین اصلا هیچ گونه کراهتی هم ندارد و جایز هست. به صورت یک امر کلی، یکی از سنت های رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر عملا ثابت نشده باشد، گرچه در این زمینه روایاتی هم هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم، اما قولا از ایشون ثابت شده که دستور دادن برای رنگ کردن موی سر و محاسن، این ثابت است از رسول الله صلی الله علیه وسلم. روایات صحیح و صریحی رو داریم در صحیح بخاری و صحیح مسلم. روایت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که ایشان میگوید رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که ان الیهود و النصارى لا یسبغون فخالفوهم، که یهود و نصارا سبق نمی کنند، یعنی رنگ نمی کنند موهای خودشان را، شما مخالفت بکنید با یهود و نصارا. یعنی این امری هست از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم به رنگ کردن مو. غیر از این روایت دیگری هست در سنن ابو داود و دیگران آوردند که و روایت حسن و صحیح هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم موردی را که شما رنگ بکنید با چه ابزاری رنگ بکنید اون را معرفی کردند به ما و فرمودند ان احسن ما غیرتم به الشیب الحنا والکتم. الحناء والکتم، بهترین موردی و بهترین چیزی که شما با آن می توانید موهای خودتان را تغییر بدید، رنگ بکنید، یکی حنا هست و دیگری کتم هست. کتم یک ماده هست مثل حنا هست، یعنی از نظر این پودری هست مثل حنا، منتها رنگش متفاوت هست. رنگ حنا رنگش قرمز هست و رنگ روشنی دارد و کتم رنگ تقریبا تیره‌ای دارد. تقریبا یعنی اگر سیاهی نباشد یعنی نزدیک به سیاهی هست. اگر 100% سیاه نباشد چه بسا به اندازه سیاه باشد که قابل تشخیص نباشد که این سیاه هست یا یعنی اینکه در واقع مایل به رنگ دیگری هست. این مواردی هست که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده که ایشون دستور دادند به خضاب به رنگ کردن موی، اونم با حنا یا با مواد دیگر مانند کتم. پس بنابراین به عنوان یک اصل در این زمینه درباره مو یک امری وارد شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم
که در واقع موها را، موهای سفید را تغییر بدیم، ما رنگ بکنیم، خضاب بکنیم. و اکثر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، نه اگر اکثرشون نباشند، تعداد زیادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این حکم در واقع عمل میکردند. ما سراغ داریم از به طور مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وارث شده که ایشون کتم استفاده میکردند، یعنی این حنای در واقع سیاه رنگی رو استفاده میکردند و مو و سر مبارکشون رو رنگ میکردند. پس بنابراین این یک امر هست. و در کنار این روایاتی که اومده برای رنگ سیاه، برای ممنوعیت رنگ سیاه، در این زمینه تقریبا دو روایت داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که علما و مجتهدینی که استدلال کردند برای حرمت رنگ سیاه یا برای کراهیت رنگ سیاه، از این دو روایت در واقع استدلال میکنند. و این دو روایتی که روایت زهیر بن معاویه هست که از جابر روایت کرده با سند خودش و در صحیح مسلم هست، در جریان فتح مکه زمانی که ابو قحافه رو آوردند خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو قحافه پدر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو، در روایت اومده که ورأسه کالثغامه، وقتی که شان آوردن مویش بسیار سفید بود، مانند یک گل سفید، یک در واقع گیاهی که گل سفیدی داره تشبیه کردن. در این روایت اومده که سریشون این کاملا سفید بود. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند غیرو هذا بشیء، غیرو هذا بشیء واجتنبوا السواد، یا در روایت اومده و جنبوه السواد، سر این رو رنگ بکنید، تغییر بدید، این سفیدی رو از بین ببرید. و در ادامه روایت اومده که از رنگ سیاه پرهیز بکنید، رنگ سیاه نزنید. این روایتی هست در صحیح مسلم هست، منتها در این روایت یک نوع اشکالی در واقع وجود داره که آیا روایت این ادامه روایت که وجتن با سواد یا جنبوه سواد، آیا این مدرج هست، مدرج راوی هست، یا اینکه جزء اصل روایت هست؟ بنابر قول محققین این جزء اصل روایت نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم این جمله را نفرمودند، بلکه صرفا رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند غیروا هذا بشیء، این جنبوه السواد یا اجتنبوا السواد، این در واقع مدرج راوی هست، کلام خود رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست، بنابر اون چیزی که از ابن جریج و دیگران در این زمینه نقل شده. پس بنابراین وقتی که در این روایت این جمله اخیر که محل استشهاد هست اگر از روایت نباشد، پس بنابراین در این روایت دلیلی برای ممنوعیت رنگ سیاه وجود ندارد. مثل دو روایت قبلی هست که بنده عرض کردم غیروا هذا بشیء، که مو این رو رنگ بکنید، و اما این دنباله روایت از اصل روایت نیست و مدرج هست. و بالفرض هم که مدرج نباشد، بلفرض این که مدرج نباشد، بلفرض این که ما در واقع فرض بکنیم که این جزء حدیث باشه، بلفرض این که جزء حدیث باشه، بازم به خاطر فعل اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم این تخصیص میخوره در اینجا، زیرا که از تعدادی از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده که رنگ سیاه استفاده میکردن، مانند سیدنا حسن ابن علی رضی الله تعالی عنه، از حضرت حسین رضی الله تعالی عنه هم نقل شده، سعد ابن ابی وقاص، قبلا عرض کردم حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، از این بزرگواران رنگ شد، یعنی نقل شده که ایشون رنگ سیاه میکردن. پس بنابراین بالفرض این که این جمله از اصل روایت باشه و جزء حدیث قرار بگیره، این دلالت بر حد اکثرش دلالت بر کراهت می کند و دلالت بر تحریم نمی کند. گرچه نظر بنده این است که این در واقع مدرج راوی هست، در تمام روایاتش این وجود نداره، پس بنابراین دلیلی نه بر کراهت دارد و نه بر حرمت. این روایت اول است. روایت دوم که روایت حضرت عبدالله ابن عباس از ترمذی آورده و ابو داود آورده، و در اون روایت هم رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یکون اقوام یخذبون بالسواد کحواصل الحمام، در نزدیک های قیامت یک قومی میاند، مردمانی میاند که رنگ سیاه میکنند مانند چیندان کبوتر، مانند معده کبوتر و مرغ. در این روایت اومده لا یریحون رائحة الجنة،
بوی بهشت به مشام اینها در واقع نمی رسد. این روایت دیگری هست که در این زمین استدلال شده برابر یعنی حرام بودن رنگ سیاه. اما این روایت یعنی هم در خود راویانش اشکالی وجود داره که عبدالکریم محاربی هست که یا ایشون ضعیف هست یا که عبدالکریم دیگه هست که قوی باشه که عادل هست و ثقه هست. در میان این اختلاف وجود داره که در سندش کدوم یکی هست و بسیاری از علما بدین خاطر اینو معلول قرار داده این روایت را و همچنین در مورد رفع و وقف این روایت اختلاف وجود داره. آیا این قول رسول الله صلی الله علیه و سلم هست یا قول حضرت عبدالله ابن عباس است؟ به هر صورت این روایت بالفرض این که صحیح باشه، بالفرض این که صحیح باشد، در این روایت صرفا یک علامت ذکر شده، حکم رنگ سیاه در اینجا ذکر نشده، به عنوان یک علامت ذکر شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند در آخر الزمان قومی خواهند آمد که موهای سرشون را سیاه میکنند مانند چینه‌دان مرغ یا چینه‌دان کبوتر که اینها در واقع بهشت را بوی بهشت به مشام اینها نمیرسند. این که در روز در نزدیکی قیامت اینها رنگ سیاه میزنند این صرفا یک نوع علامته. این که بوی بهشت به مشامشان نمیرسد این مجازاتی برای این کار نیست. این صرفا یک نوع علامت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا ذکر کرد. این بالفرض این که این روایت رو گفتم صحیح و صحیح باشه و در واقع مرفوع باشه به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبتش رو ما قبول بکنیم، این منظورش هست، نه این که در واقع بیانگر این باشه که رنگ سیاه حرام هست، زیرا که ما در روایت دیگری داریم به طور مثال رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد خوارج میفرماند که سیماهم التحلیق، نشانه خوارج این است که در واقع تحلیق میکنند، سرهای خودشان را میتراشند. آیا چون که سیمای خوارج بوده پس بنابراین حرام هست تحلیق سرتراشیدن؟ هیچ کسی از علما چنین حکمی رو صادر نکرده. سرتراشیدن حرام نیست، منتها در این روایت صرفا به عنوان یک علامت برای خوارج هم ذکر شده. یا روایت دیگری که در این زمینه هست، مانند روایت دیگری که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که در آخر زمان اقوام میاند که زنانی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کرده مائلات المومیلات اسن رؤوسهن کاسنمت البخت، که سرهاشون مانند کوهان شتر هست. اینم به نظر من یک در واقع علامتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کردن، نه این که یک حکم فقهی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا بیان کرده باشند. خبر دارند که در روز قیامت یا نزدیکی های قیامت افرادی خواهند بود، زنانی خواهند بود که لباس های خیلی نازکی رو در واقع می پوشند، مائلات و ممیلات هستند، خودشون متمایل به مردان هستند، مردان رو هم در واقع به هوس می اندازند و به خاطر این کارهایشون، یعنی کارهای خلافی که انجام دادن، منتها یکی از علامت های اون زنان در آخر زمان این هست که در واقع سرهاشون مانند کوهان شتر هست. اما آیا از این می شود استدلال کرد که پس بنابراین زن حق ندارد که موهایش رو پشت سرش ببندد یا خیر؟ بسیاری از علما این استدلال رو کردن، اما به نظر من این استدلال دقیقی نیست. این صرفا یک نوع علامت هست که در این روایت اومده، پس بنابراین برای زنان هم هیچ گونه اشکال نداره اگر بعد از حمام خواستن موی خودشون رو پشت سرشون جمع بکنند، گره بزنن یا گیره بزنن، از نظر شرعی هیچ گونه ممانعتی وجود نداره. پس بنابراین رنگ کردن مو با رنگ سیاه هم هیچ دلیل صحیح و صریحی برای حرام بودنش وجود ندارد. حد اکثر حکمی رو هم که در اینجا ما بخوایم ثابت بکنیم از کراهت بالاتر نمی رود. و توجه به این که در این روایت که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند غیر هذا بشی، یا اینکه در روایت دیگر رسول الله که قبلا عرض کردم که حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمودند ان الیهود و النصارى لا یسبقون فخالفوهم، شما مخالفت بکنید با آنها، این امر برای وجوب نیست. امر برای وجوب نیست. ببین در این روایت یک امری وارد شده و یک نهی وارد شده. غیر هذا بشی، دستور داده که اینو تغییر بدید. در کنار این امر یک نهی دیگری آمده که وجدن با سوال. این هر دوتا امر و نهی در یک سطح هستند، یعنی این که این امر برای وجوب نیست و این نهی برای حرمت نیست. حد اکثر حکمی رو که بتوانیم صادر بکنیم این است که در واقع برای کراهت هست. این امر هم امر وجوبی نیست، یعنی برای انسانایی که امروز ریششون سفید هست یا موشون سفید است واجب نیست از نظر شرعی در واقع که موشون رو حتما باید رنگ بکنن، یک امر استحبابی هست. پس بنابراین نهی هم که در اینجا
وارد شده نهی برای حرمت در واقع نیست. این با توجه به این که بالفرض که این روایت را به صورت کامل ما بپذیریم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده و اگر مدرج راوی باشه که قبل هم همون گونه عرض کردم هیچ دلیلی بر حرمت استفاده رنگ سیاه در واقع نداره و این حکم عام هست هم برای مردان و هم برای زنان، هیچ گونه تفاوتی وجود نداره. منتها در مواردی هست که یک به خاطر یک امر خارجی ما میتونیم بگیم این کار حرامه، مانند این که یک فردی پیر هست واقعا، یعنی نه این که بر اثر بیماری اون گونه که این بیننده من گفتن واقعا کهنسال هست، سنش بالا هست و میخواد خواستگاری برود و سر و ریش خودش رو رنگ میکنه به خاطر اینکه یک دختر را بفریبد، یا برعکسش یه خانمی سنش بالا هست و مویش سفید شده میخواد که رنگ بکند به خاطر اینکه خواستگار را بفریبد. این غش در اینجا فریبکاری حرامه، رنگ کردن به این منظور در واقع حرام هست. اما اگر کسی برای خودش به عنوان زینت استفاده میکند، مرد استفاده میکند یا زن استفاده میکند، برای شوهرش برای همدیگر استفاده میکند، یا اصلا بحث غش و فریبکاری نیست، در این صورت انشاءالله که هیچ گونه کراهتی رو ندارد و استفاده کردن از رنگ سیاه یا همون حنای سیاه هیچ گونه اشکال شرعی ندارد و جایز است. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالش این است که آیا اگر چاه توالت و حمام به همراه چاه آشپزخانه یکی باشه گناه داره این کار یا نه؟ در این زمینه هم هیچ گونه ممنوعیت شرعی وجود نداره. آب فاضلاب که آب در واقع حمام باشد یا دستشویی باشد یا آشپزخانه باشد، نهایتا مسیرشون در یک جایی باشه، در یک چاهی بریزن، از نظر شرعی هیچ گونه کراهت و ممنوعیتی رو نداره. درست. جزاکم الله خیر. آیا یه خانم میتونه بدون، یه خانمی که شوهر نداره میتونه بدون اجازه پدر و شاهد خودش رو حلال یک مرد دیگه کنه؟ از نظر شرعی نکاحی که نکاح صحیح هست حتما باید اذن ولی باشد، هم اذن ولی باشد و هم حضور دو شاهد در واقع ضروری هست برای صحت نکاح، لازمی هست، زیرا که در روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده که در نکاح حتما باید اذن ولی باشد و زن بدون اجازه پدر و مادر نمیتواند که خودش را در واقع به نکاح مرد دیگری در بیاورد. به طور مثال حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لا نکاح الا بولی، روایت در ابو داود هست و شیخ البانی رحمت الله علیه اینو تصحیح کرده و همچنین حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دیگری در این زمینه دارند، شاید صریح تر باشه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تزوج المرأه المرأة تا ولا تزوج المرأة نفسها، که هیچ زن نمیتواند که ولی زن دیگری قرار بگیرد و زن هم نمیتواند خودش را به نکاح کسی دیگری در بیاورد. و باز هم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود ایما امرأة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل، یا در روایتی سه مرتبه تکرار کردن فنکاحها باطل باطل باطل، اگر زنی خودسرانه بدون اجازه پدر و مادرش در واقع بدون اجازه ولیش خودش رو به نکاح کسی دیگری در بیاورد این نکاح نکاح در واقع باطلی هست. این به عنوان یک اصل هست و جمهور اهل سنت والجماعت در این زمینه نظرشون هم این هست که نکاح بدون ولی و بدون شاهد که دو نفر دختر پسر یک جا جمع بشن و یکدیگر رو به عنوان شریک زندگی و همسر قبول بکنند این نکاح در واقع منعقد نمی شود و چون این کاری از نظر شرعی جایز نیست. بالفرض اگر ما یعنی فرض بکنیم که پدر و مادری مخالفت میکنند، یعنی منع میکنند دختر رو از ازدواج، این حق شرعیش هست، خواستگار فرض کنیم مؤمنی مسلمانی با ایمانی هست با اخلاقی هست، هیچ گونه عیب و ایرادی رو ندارد، هر کسی میاد بدون بهانه اون رو رد میکنند، یا یعنی اینکه احیانا پدرهایی هستند که به خاطر طمع در مال دختر به خاطر اینکه حقوق بگیر هست حقوقش رو استفاده میکنند، یا مواردی دیگر نمیخواند که از خونه بیرون برود، یعنی برود خونه شوهر زیرا که فرض کنیم که در خونه کارهای خونه رو انجام میداد، به هر دلیلی اگر پدر و مادری ظلم بکنند بر یک دختری نگذارند که ازدواج بکند از نظر شرعی این دختر میتواند که از طریق دادگاه اسلامی در واقع ازدواج بکند و اون ولی درجه یکش پدر هست این ولایتش منتقل میشود به نفر دوم، برادرهاش میتونند ازدواجش بدن، پدر بزرگش میتواند ازدواجش بدن و این هم در و دادگاه اسلامی هم میتواند چنین کاری رو در واقع انجام بدن. اما این که
بدون هیچ گونه ولی، بدون پدر یا بدون پدر بزرگ یا بدون برادر یا بدون حکم دادگاه بخواهند ازدواج بکنند، چون این ازدواجی از دیدگاه عموم فقهای اهل سنت و جماعت ازدواج مردود و باطلی هست. سپاسگزارم از شما. از اتاق فرمان خواهش میکنم که شما تماس بینندگان عزیز را زیرنویس بکنن و از بینندگان نیز دوباره خواهش میکنم که سوال را آماده بکنن و فقط از طریق تلفن با ما صحبت بکنن. بیننده بعدی پرسیدن اگر یک نفر به کسی بگوید که او را دوست دارد اما بعد از مدتی بگوید همش الکیه و چخان بوده و به قصد سرکاری حرف زده است، حکم این کارش چیه؟ در مورد اصل دوستی و محبت روایتی هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم در سنن ابو داود که حضرت انس رضی الله تعالی عنه نقل میکنند یک داستانی را و میگوید که روزی ما در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم که یک فردی از اونجا عبور کرد، از اونجا از کنار مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم گذشت و یکی از افرادی که از صحابه‌ای که با رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودند عرض کرد که یا رسول الله انی احب هذا، من این رو دوست دارم. اون فردی رو که از اونجا عبور کرد گفتند که من این فرد رو دوست دارم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که علمته، آیا بهش گفتی، اطلاع دادی که تو اون رو دوست داری؟ گفت نه من این کارو نکردم. گفت بلند بشو برو بهش بگو که دوستش داری. اونم فرد رفت و در واقع بلند شد رفت پشت سرش و گفت که اینی لأحبک فی الله، من به خاطر الله تو را دوست دارم. و اون صحابی دیگر هم در جوابش گفت احبک الله الذی احببتنی له، احبک الله الذی احببتنی له، پروردگاری و معبودی که تو به خاطر او مرا دوست داشتی او هم تو را انشاءالله که دوست داشته باشد. یعنی این یکی از آداب اسلامی هست، اگر کسی یک فردی را دوست دارد اعلام بکند، بهش زنگ بزند، پیامی بفرستد، اگر میبیند اون را بهش بگوید من تو را به خاطر الله دوست دارم و اونم در مقابل برش دعا بکند که احبک الله الذی احببتنی له، اون پروردگار و معبودی که تو به خاطر او مرا دوست داشتی اونم انشاءالله که تو را دوست بدارد. این یکی از آداب اسلامی هست، امیدوارم که بینندگان عزیز پایبند این مورد باشند. اما اگر کسی به دروغ در واقع به تعبیر این بیننده من سر کار گذاشته باشه، کسی را دروغ گفته باشه، خود این دروغ گفتن و فریبکاری از نظر اسلامی کار گناه و کار در واقع ناجایزی هست. انسان برادر مسلمانش را نباید بترساند و نباید اون را در واقع فریب بدهد و ظلم و ستم بر برادر مسلمان اکیدا در واقع حرام هست. اما اگر کسی را واقعا دوست دارد اعلام محبت بکند و جواب اعلام محبت را هم عرض کردند که احبک الله الذی احببتنی له. جزاكم الله خیر. در اینجا تماس های تلفنی را وصل میکنید و از اولین بیننده خواهش میکنم که فقط از طریق گوشی با ما صحبت بکنن. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. و علیکم السلام استاد محترم و سلام جلالان خدمت استاد مولانا عبدالقدیس دیخان عرض میکنم. و علیکم السلام. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، من سوالم کسی مثلا که تمام مسائل اسلامی فقی همه کار رو انجام بده درست و وجه احسن، اگر اخلاقش در خانواده خراب باشه، یعنی جور که سرسلایی باشه، مثلا سرسلا بکنه و داد بزنه سر بچه ها در مسائل درس و ادب و تربیه و اینا، و بعدم که من برش میگم که تمام کارهایی که درست است اما این اخلاق درست نیست، میگم متوجه هستم و استغفار و توبه میکنم، میگم خدا این اخلاق من را درست بساز، بازم هر کاری میکنم نمیتونم خدا کنترل بکنم، اما دیگه مسائلش کاملا درست است از نظر اسلام و فقه اینا، این چطور است استاد محترم؟ سوال دیگه هم دارین؟ نه دیگه سوال ندارم. تشکر میکنم. بسیار موفق باشی، خداوند ایمان رو بیشتر نصیب کنه. سلام من باشی. تشکر میکنم شما. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. الو، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشین. دو تا سوال داشتم. سوال اولتون؟ یکی از مولانا میخواستم بپرسم این خضوع و خشوع در نماز چطوری به دست میاد؟ بعد یکی دیگه هم راجع به نماز
چهار رکعتی سنت قبل از ظهر، میخواستم بدونم اونا با یه تحیات میشه خوند یا با دو تحیات، کدوم بهتره؟ این هم بکنم توضیح بدید. تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم خدمت استاد بزرگوارمان، استاد از خدوس دهقان. در خدمت شما هستیم. من یک چند سوال داشتم از جناب استاد بزرگوار. سوال نخست من است که اگر در شکم کسی طفل باشه و خوردن نزر و کسی نزر بخوره، آیا طفل آن معیوب میآید یا خیر؟ این نظر چه چیز بخوند؟ یعنی نظری که بر گناه شده باشد؟ نه خیر، یعنی به قدر خود یک کسی نظر بگیره و بر دیگه مردم هم نظر بده و او را خودش هم بخوره و یا نظر کسی دیگر را بخوره، آیا این طفلش واقعا معیوب میآید یا خیر؟ درست. سوال دیگه، سوال بعدیتون؟ اگر کسی حنفی مذهب باشه میتونه از هر مذهب دیگر چیزهای آسانش پیروی کنه یا نه؟ سوال سومی من است که میان نماز دیگر و شام قرآن خواندن ثواب دارد یا خیر؟ و خواندن 40 دفعه خواندن یاسین شریف ثواب داره یا نه؟ خواندن 40 میگه که ثواب بسیار زیاد داره. خواندن 40 میگه یاسین شریف بخونید، هر مشکلی که داشته باشین آسان درست میشه، مشکلتان حل میشه. سوال دیگه دارین؟ خواندن دعای قدم چی حکم داره؟ و اینه بعضی ها گفتن که بسیار در ثواب داره و ما اینه حفظم کردیم، اما از رسانه خود شما شنیدیم که این ثواب نداره. خجناب استاد بزرگوار خواهش میکنم که امیر جواب بدن، چون بسیار ما با تشویش هستیم، ما اینه حفظم کردیم مگم ما رو گفتن که گناه داره. و سوال بعدی من است که اگر کسی روزه داشته باشه و دندانش خون شود، البته و خونش فکرش نباشه و خون قرد شود، از پیش البته چیه شود، روزش میشکنه یا نه؟ دیگه چی کار کنیم؟ از جناب استاد بزرگوار میخواییم که بر ما بگیم که ما چی کار کنیم که دعای ما قبول شود. و این خود من میفهمم که لقمه که از حلال باید باشه، بدون از اینکه لقمه که از حلال باشه باید دیگه چی کار کنیم که دعای ما قبول شود؟ و از استاد بزرگوار عزیز زیاد خواهش میکنم که بر ما دعا کنن، ما یک مشکل بسیار بزرگ دارم و تا حالا مشکل من حل نشده. و از استاد بزرگ بسیار حق ما خواهان هستم که لطفا بر ما دعا کنن. و تشکر از برنامه های زیبا و مقبول تلویزیون بسیار حق. شما بسیار دوست دارم، دیگه وقت گرامی شما رو نمیگیرم. سلامت باشین، شما رو به خداوند یک سامانت میکنم. خدا حافظ. خدا نگهدار شما. تشکر میکنم خواهر گرامی. تماس بعدی رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خواستیم با وصال حق چند سوال داشتیم. صدای شما پخش میشه و سوال شرعیتون لطفا بفرمایید. سوال اولتون. سوال اولی ما فقط ما اولا خود باید معرفی بکنم. بفرمایید. از مزار شریف افغانستان شما را زحمت دادم. با عرض سلام و ادب برای شما و برای مولانا هستی. سلامت باش. علیکم السلام. فقط ما اینجا چند مدرسه که داریم از طبقه اوناس هست، مشکل استادا را داشتیم. فقط تانستیم استادای داریم که با تجوید قرآن شریف درس بدن. از و بالا ما استاد نداریم، از اوناس به ولایت بلخ و از فنزای شریعت هم کسی را نداریم که دوباره درس بدن. آیا ما میتونیم که از استادهای ذکور ما استخدام بکنیم به این مدرسه های شخصی خود؟ سوال بعدیتون؟ ظاهرن تماس بیننده قطع شد. تماس بعدی رو بس کنیم. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. میخواستم خود مولانا سید مصطفی بفرمایید. میخواستم صدای شما پخش میشه و سوال شرعیتون لطفا.
مکان مقدس قرار دارن، میخوام که بخاطر یک مادر دل شکسته از ته قلب دعا کنن. یک مشکل بسیار بزرگ دارن و سوال این هسته که این مادر که میگه مادر خودم میباشه، مشکل این هسته که زیادی رو دوست دارن، بسیار زیاد هستن و هر چیز برای فراهم میکنن. متاسفانه که بسیار قدر مادر نمیدانه، بسیار سرخوشگری میکنه، بسیار اولای مادر بدرفتاری میکنه، تا حدی کم شب میشه خانه رو ترک کرده، بعدم حال کم باز بی خبر از مادر آمده داخل خانه ایدان و خورکتا دیسته و گوته و مادر زیاد گریان میکنه. من از حضور استاد محترم سوال میسته که بله ظاهرن تماسشون مشکل پیدا شد. تماس بعدی رو بس کنین. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، در خدمت شما هستیم. نظری هستم از جنمار شما را زحمت دادیم. ما یک دو سوالی داشتم راجع به نکاح. بفرمایید. سوال اولتون؟ سوال اولی ما تا جایی که ما معلومات داریم در مذهب امام ابو حنیفه زمانی که نکاح بسته میکند ولی حتمی نیست که ولی باشد، اگر یک دختر بالغ باشد. ولی در امام احمد حنبل زمانی که ما شنیدیم در اونجا ولی حتمی است. سوال ما این است، آیا در این مورد کدام حدیث صحیح وجود دارد که کدام از این نزدیک است به قرآن و حدیث؟ این یک سوال. و سوال دوم ما راجع به شاهد گرفتن در نکاح است. اگر دختر و بچه در یک مجلس که در اونجا تعداد نفر 6 باشد نکاح بسته می کند، آیا امی مجلس شاهد باشه امی کفایت میکنه و یا باید مشخص شوه که این دو نفر شاهد هستن؟ اگر برای ما جواب بدین خوش میشم. جزاکم الله خیر. درست، انشالله. تشکر میکنم از بیننده گرامی. تماس بعدی بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ، در خدمت شما هستیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. بفرمایید بیننده گرامی، از طریق گوشی با ما صحبت کنید. آقا جان ما سوال داریم. سلام علیکم، الحمدلله. علیکم السلام، بفرمایید سوالتان. سوال ما چونه است برادر؟ الو، سوالتون بفرمایید، منتظر هستیم. مادر من با دختر خاله هم مثال شیرخرد دیگه ما، بعد کردی ما با هم دیگر ازدواج کرده میتواند و یعنی فرزند شما؟ خوردی ما بعد از ما. بله، سوال دیگه تون؟ سوالشون با دختر خالشون چه؟ یعنی خورده منظورتون برادرتون هست یا فرزندتون هست؟ چه کسی این دو نفر، یعنی چه کسی، یعنی گفتن مادرم به دختر خاله هم شیر دادن، الان خورده هم میتونه با این ازدواج بکنه؟ زنان گفت برادرشون، یعنی فرزندشون با دختر خالشون، دختر خالش که مادرش به شیر داد، یا هم برادرشون، یعنی کاریانومی برادرشون وقت گوشی. خیر است انشاءالله، هر دو حالت بالاخره قید بشه. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ، در خدمت شما هستیم. استاد عرض سلام و ادب دوباره خدمتتون. من همون نفر اولی هستم، فاضل هستم، ببخشید بابت چون دو تا سوال من قبلا نوشته بودم فراموش کرده بودم جای دیگه گذاشته بودم الان یادم اومد. خیر انشاءالله، بفرمایید. مثلا کسی که روزه روزی
نفل روز دوشنبه و پنج شنبه که میگیره زیاد پای فشاری بکنم مثل روزی ماه مبارک رمضان، حکمش چی است؟ یعنی چون زیاد آدم میخواد پای فشاری بکنم مثل ماه مبارک رمضان روزه گرفتن. دیگه سوال دیگه این است که مثلا وقتی که آدم میخواد نماز نفل بخونه یا قرآن بخونه بهتر از کدامش؟ مثلا من دوست دارم بعض وقتا قرآن را با تفسیر ترجمه بخونم و تفکر کنم، یک دفعه میگم یه نماز نفل بخونم بهتر است. گیر میکنه آدم کدامش را بخونه بهتر ثواب داره. درست، همین تو سوال بود. خیر انشالله، انشالله پاسخ دریافت میکنین. سلامت باشین، تشکر میکنم از شما. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. خواستم با آقای دهقان صحبت کنم. بفرمایید، صداتون پخش میشه و سوال شهریتون لطفا. خواستم با آقای دهقان بگم اگه بخوام در مورد کسی آجی ما اگه در مورد کسی بخوام غیبت کنیم یا یه افکار بدی رو در موردش ببریم توی یه جمع، حالا تو خلوت خودمون، خب؟ بله؟ بعد میخوام توی درزش حلالی هم مثلا که به سم نگیم، خب؟ چه جوری باید درزیر از خدا مثلا درخواست بخشش بکنیم که خدای من در مورد فلانی حالا طلب بر کردم میخوام ببخشی منو، یا یعنی که خدای من در موردش غیبت کردم میخوام یه جوری منو ببخشه؟ درست، چی بگم؟ چه کاری انجام بدم؟ درست، سوال واضحه. سوال دیگه هم دارین؟ سوال بعدی هم در مورد خواستم بگم سوره نساء، نمیدونم حالا کدوم آیه رو من دارم میگردم چرا داشتم نگاه میکرد برنامه سامن و برنامه یکیه رو میگفت خدا داخل قرآن چه هرکی با صدای بلند صحبت بکنه ناراحت میشه، بعد دوباره یه جا دیگه هم گفته نه باید داد بزنی صدای بلند بگی. خواستم اینم برای من توضیح بدید معنیش چیه، همین حرفی ندارم. که یعنی با صدای بلند صحبت بکنین گفته خداوند؟ آره، گفته اگه صدای بلند بگین خدا ناراحت میشه، بعد دوباره ادامه همون سوره هم گفته نه باید با صدای بلند گریه کنید و داد بزنید، حالا برای امام حسین یا هر کسی دیگه نمیدونم چی گفته، ولی تو آیه سوره نساء بود. درست، تشکر میکنم از شما. تماس بعدی رو باز کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش پاسخ بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. یک چند تا سوال داشتم. بفرمایید سوال اولتون. سوال اولی من است که بعضی ها میگن که خواندن چهل یاسین تمام مریضی ها شفا میده، مشکلات انسان حل میسازه، آیا درست است یا نه؟ سوال بعدی. سوال دومی من است که سوختاندن ورق های کهنه پارچه های قرآن عظیمشان در صورتی که زیر پا باشه شوه و کسی نباشه که او را بخره، آیا سوختاندنش جواز داره یا خیر؟ یعنی که آیه قرآن هم روش هست یا عادی؟ و یک آیش هست ما داشتم که نمبر شخصی استاد بزرگوار اگر همیشه بر ما بتن ازیاد باشه. این اگر بعد از برنامه تماس بگیرین خوب میشه، یا شماره واتساپی که زیر نویس میشه میتونین از این طریق تماس بگیرین. بچش تشکر از برنامه زیبایتان، خداحافظ. سلامت باشین. آخرین تماس بیننده رو بس کنید. سلام علیکم، برنامه پرسش و پاسخ در خدمت شما هستیم، بفرمایین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایین. یک چند سوال داشتم برادر. سال اول قرآن رو خوندن اگر از هر سوره ده آیتی از حس کردن این یکان رای دارن، یکان که باید که از اول همه قرآن رو حس کردن در کل که بعد به سوره های بزرگترش گذاری. دویم سوال هم این که در وقتی نماز خوندن کم اکر با آواز بلند خوندن. یکی ببخشین صداتون خیلی پایینه، یکی بلندتر صحبت کنین. در وقت نماز خواندن؟ در وقت نماز خواندن سوره ها رو با کم اکر آواز بلندتر خواندن زن رو میکنی هست یا نه؟ با آواز بلند خواندن؟ وقتی که اون برادر کلونی هم با پدرم جنگ و جنجال کردن، در وقت جنگ و جنجال پدرم با او که تو پدر هستی
و رفت چی کار کرده؟ خط شد. بله؟ دوباره سوال بپرسین. اول دختر کلانتون با پدرتون جنگ جنجال کردن؟ برادر کلانم. بله؟ در وقت جنگ و جنجال پدرم از قهر کرد، گفت که تو عقل پدر هستی. درست. آیا عقل پدرم روا شد یا و در وقت همین پدرم به ما وای کرد که دیگر با او رفت آمد رو بس کنید. اما با برادرم دلمون میسوزد، میخواهیم رفت آمد کردن. آیا بگرد پدرم رو گوش نکردن در ما گناه واجب میشود؟ درست. سوال دیگه هم دارین؟ بله، آخرون سوالم. بفرمایید. خانمی برادرم پسریم خودیش رو به خواهرم بخشید و بعد از اون گفت که با او باید بگوید که مادر اصلیش منم. آیا این درست است یا نه؟ یعنی بچه نوزاد رو به دوباره بگین سالتون؟ به خواهرم داد. بله، به خواهرتون داد. بعد یعنی خواهرتون گفت باید بگی باید بگوید که مادرش خانمی برادرم است. درست. سلامت باشید. سلامت باشید. تشکر میکنم شما. در اینجا با هم یک میان برنامه میبینیم، دوباره باز خواهیم گشت، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما باشید. والله ما طلعت شمس ولا غربت الا وحبك مقرون بانفاسي ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حديثي بين جلاسي. اعداؤك ولوا أعداؤك ولوا أعداؤك ولوا للعدم وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا وبقيت عزيزا كالعلم. تاريخك شمس تاريخك شمس تاريخك شمس تتجلى بل أنت حياة بل أنت حياة بل أنت حياة للأمم. فدعوني أملي فدعوني أملي فدعوني أملي أبياتي وجه النور في وجه النور في وجه النور المبتسم. خذ ماء العين خذ ماء العين خذ ماء العين لها حبرا واجعل أجفاني واجعل أجفاني واجعل أجفاني كالقلم. أتراهم سخروا أتراهم سخروا. والله لن يضروك بأبي أنت وأمي، والله ما ضروا إلا أنفسهم، فلقد آذنهم الله بالحرب ولكنه امتحان وابتلاء لنا من الله ليختبر محبتنا لك وصدقنا في اتباعك وشجاعتنا في الدفاع عنك. أتراهم سخروا من وجه حر كالشمس حر كالشمس حر كالشمس بلا تهم. يتلألأ نورا يتلألأ نورا يتلألأ كالبدر وقورا في ليل التم في ليل التم في ليل التم على الظلم. أترى يا أمة محمد يا أمة محمد يا أمة السيد ولد آدم نبيكم يهان، فماذا أنتم فاعلون؟ أتراهم سخروا أتراهم سخروا أتراهم سخروا من وجه من
ناجي كم بات يناجي في عظمي. ما رأيناك يا حبيب القلوب, ما رأيناك يا حبيب القلوب ويا طبيبها, ولكن يعلم الله كم تشتاق الأنفس للقياك. ووالله الذي لا إله إلا هو لأنت أحب إلينا من أنفسنا ووالدينا وأهلينا والناس أجمعين. فدلك من يغسل عن فداك, فما شهم إذا إلا فداك. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. إذا اشتبكت دموع في خدودي تبين من بكى ممن تباك. إن أحب أسماء المنادى لنا حين يقال لنا يا أمة محمد. إن أحب أسماء المنادى لنا حين يقال لنا يا أمة محمد, وحين ننادى بها نقول لبيك 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 يا رسول الله. والخبر ما سيرى أولئك القوم لا ما يسمعون. يتحذر دمعي, يتحذر دمعي, يتحذر دمعي من جفني في در ساج, في در ساج, في در ساج منتظمي. أتراهم سبوا, أتراهم سبوا, أتراهم سبوا لحيته. كم سال الدمع, كم سال الدمع, كم سال الدمع بها بدمي. وكأن بقايا, وكأن بقايا, وكأن بقايا الماء بها لوضوء النجم, لوضوء النجم, لوضوء النجم في القمم. قاتلهم الله وصوروا ورسموا في أشعى المناظر وصوروا. قاتلهم الله صوروه ورسموه في أبشع المناظر والصور, ما دروا أنه أحلى من القمر. يقول أهل العلم إن كان يوسف عليه السلام بعي نصف الجمال, فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بعي الجمال كله. بل أشد حياء من العدوى في خدرها. أفلا يستحون, أفلا يستحون وهم يصورون بتلك المناظر الخالية من الحياة. قاتلهم الله, قاتلهم الله أن يوقفون. بجميل صفات, بجميل صفات, بجميل صفات في ذات في قلب زاك, في قلب زاك, في قلب زاك في كرمي. فصلاة تترى, فصلاة تترى, فصلاة تترى وسلام يا خير الدنيا, يا خير الدنيا, يا خير الدنيا كلهم. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي, ولا جلست إلى قول محدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي, إلا وأنت حديثي بين جلاسي, إلا وأنت حديثي بين جلاسي.
نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. و کسانی را که به زنان پاک دامن نسبت زنا می دهند و آنگاه 4 گواه نمی آورند 80 تازیانه بزنید و هرگز گواهی دادن آنان را نپذیرید و چنین کسانی فاسقند. مگر کسانی که پس از آن توبه کردند و نیکوکاری در پیش گرفتند، پس همانا الله آمرزنده مهربان است. نور فی الظلماتی انسی فی خلواتی یا سعدی و هنائی القرآن حیات. سلام و خسته نباشید مجدد دارم خدمت شما بینندگان عزیز. جناب مولانا بیننده از آلمان پرسیدن که کسی که تمام مسائل اسلامی را به نحو احسن انجام بده اما از لحاظ دیگه در خانواده اخلاقش یکمی تند باشه، تند خوب باشه و خوب با فرزنداش برخورد نکنه، وقتی هم نصیحتش میکنن میگن که نه من استغفار میکنم، توبه میکنم از این کارم و یعنی التزام به دین داره ولی اخلاقش با فرزنداش بده و تندخوه. از نظر اسلامی این قضیه چطوره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد برخورد انسان در خانواده یا اخلاق در خانواده، رسول الله صلی الله علیه وسلم تاکیدهای خیلی زیادی رو کردن در این زمینه. حتی روایاتی در این اندازه است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند خیاركم خیاركم لأهله و انا خیركم لأهلی، بهترین شما کسی است که برای اهل خودش بهتر باشد، رفتارش در داخل خانواده بهتر باشد و من بهتر از شما با اهل خودم در واقع برخورد میکنم. و اخلاق نیکو چه با انسانهای دیگر باشد، یعنی در تعامل با اهل محله و دوستان و خویشاوندان باشد، چه در با تعامل با اهل خانواده و اهل بیت باشد، یک جایگاه بسیار بلندی را دارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که بهترین شما و در روایت آمده اقربکم منی مجلسا، در روز قیامت کسانی که از همه به من نزدیکتر هستند روز قیامت، و حاسنکم اخلاقا یا خلقا، بهترین اون کسانی هستند که اخلاقشون بهترین هست. و انسان باید سعی بکنه که اخلاق زیبا رو بیشتر از این که دوست و رفیق و خویشاوندان و اهل محله در واقع به آن سزاوارش باشند، اهل خانواده در واقع سزاواری بیشتری رو دارند، مستحق هستند که بیشتر این اخلاق زیبا رو در واقع از پدر خانواده، از کسی که سرپرست است، اینو در واقع ببینند و مشاهده بکنند. و خوش اخلاقی با تمام مردم و خصوصا اهل خانواده این دلیل بر کمال ایمان هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، آن مؤمنانی که اخلاقشون از همه زیباتر هست، اخلاق خوشی رو دارن، اونها در واقع ایمانشون کاملتر هست. و به خاطر این که ایمانشون کاملتر هست، رسول الله صلی الله علیه وسلم در روایت سنن ابو داود می فرماند که انا زعیمون ببیتن فی اعلی الجنه لمن حسن خلقه،
من ضامنم برای یک خانه در بالاترین جاهای بهشت برای کسی که اخلاقش یک اخلاق زیبایی باشد. پس بنابراین اخلاق زیبا هست هم بیرون از خانه و هم در داخل خانه، بلکه در داخل خانه با زن و فرزندان اولویت بیشتری را دارد و ضرورت بیشتری هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم تأکید بیشتری در این زمینه انجام دادند. منتها انسان باید در زمینه برخورد با خانواده یا با زیردستان خودش نرمی رو باید بیشتر ملاک قرار بدهد. رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو دستور دادن به لطف و لین در تمام امور، و در روایتی هست رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که اون چیزی رو و نتیجه ای رو که الله متعال با خوش اخلاقی و نرمی اون حاصل می‌کند، اون رو با تندخویی نمی‌شود که حاصل کرد. پس بنابراین سعی بکند، گرچه ما می‌دونیم که نیتشون خیر هست و به خاطر خیر و خوبی و صلاح فرزندان، چه بسا که انسان گاهی وقتی یک مقداری تندخو بشود یا برخورد تندی رو داشته باشد، اما باز هم مراعات بکند. این فضائل رو در نظر انسان باید داشته باشد و این وعده هایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم دادند اینها رو در نظر داشته باشد و با نرمی و لطافت برخورد بکند. قطعا اگر خودشون رو مجبور بکنند تمرین بکنند، میتونند که اخلاقشون رو با بچه‌هاشون هم در واقع بهتر بکنند و این در واقع بالاترین درجات ایمان هم انشاءالله به این وسیله میتوانند که کسب بکنند. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتند در مورد نماز و اینکه در نماز چطوری میتونیم خضوع و خشوع رو به دست بیاریم. این خضوع و خشوع دو کلمه هستند و دو اصطلاح جداگانه هستند. یکی وابسته به ظاهر انسان هست و یکی به باطن انسان. خضوع یعنی آرامش ظاهری که در وجود انسان، در واقع بر وجود انسان طاری می شود، و خشوع یعنی اون حالت روحانی و معنویتی که بر قلب انسان در واقع طاری می شود. از نظر ظاهری انسان باید در نماز خاشع باشد. در نماز انسان باید خاشع باشد، یعنی این که آرام بگیرد در هنگام نماز، زیاد دست و پا نزند، زیاد تکان نخورد، این طرف اون طرف در واقع نگاه نکند. منتها این خضوع که در نماز هست بر معیاری که از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت شده، و بسیاری در بگونه در نماز میستند که سرشون بسیار پایین هست یا گردنشون رو کج میکنند در هنگام نماز خوندن، که به سوره ای که بگونه ای که حتی رویشون صورتشون از طرف قبله در واقع منحرف میشود. این رو نقل شده از عمر رضی الله تعالی عنه که یکی رو دیدند که بیرونگونه نماز میخواند و پشتشون زدند و گفتند که خشوع در اینجا هست، در گردن نیست. این انسان همون کیفیتی رو که در شریعت و در آداب نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده، این باید اون خضوع را در اون حالت داشته باشه. کمر رو خم کردن، گردن رو خم کردن، این نشانه خضوع در واقع نیست. خضوع یعنی این که انسان آرام بیستد همون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم آرام میستادن، و خشوع یعنی حالت قلبی و اون اطمینان خاطری و حضور قلبی که در نماز در واقع انسان باید اون را داشته باشد. برای حضور قلب در نماز و خشوع در نماز یک سری اقداماتی هست که زنجیروار به هم دیگر متصل هست. اگر ما این سلسله را مراعات نکنیم، محال هست که به اون کمال خشوع ما برسیم. به طور مثال از همون لحظه‌ای که اذان را ما میشنویم، در روایت اومده رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمند قولوا مثل ما یقول المؤذن، با همون الفاظی رو که مؤذن میگوید شما هم تکرار بکنید. یعنی یک زمین سازی روحی از اولین دقیقه وقت شروع وقت نماز در واقع این به وجود میاد. قبل از این هم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمند که سبعه یظلهم الله فی ظل یوم لا ظل الا ظله، هفت نفر هستند که در زیر سایه عرش الهی قرار دادن در روزی که هیچ سایه وجود نداره غیر سایه الهی. یکی از اونها مردی هست رجل قلبه معلق فی المساجد، کسی هست که قلبش آویزان در مسجد است، یعنی قلبش دلش بسته به مسجد است، همیشه در فکر این است که کی وقتی اذان میشه تا اینکه به مسجد بروند. خب این یک زمینه سازی میکند. انسانی که همیشه در فکر نماز هست، حالت درونی و روحانیش و خشوع قلبش قطعا بیشتر از اون کسی هست که اصلا در فکر نماز نیست. بعد از این با تکرار کردن الفاظ در واقع اذان یک معنویتی
در واقع به انسان دست میدهد، روحانیتی دست میدهد و زمین سازی میشود برای در واقع نماز. و بعد از آن خواندن دعای اذان یک فضیلت بسیار بزرگی هست و شفاعت رو طلب کردن هست برای و طلب کردن مقام وسیله برای رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک فضیلتی هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که این دعا رو بخواند من در روز قیامت برایش شفاعت میکنم. بعد از این انسان بلند میشود، وضو میگیرد. خود این وضو گرفتن، ولو اینکه انسان قبلا وضو داشته باشد، وضو خودش یک عبادت هست و زمین ساز یک عبادت دیگر هست. با وضو گرفتن اون گناهانی که ما انجام دادیم در از نماز گذشته تا حالا، اون گناهان از بدن ما پاک میشوند. یعنی گناهی که دست کرده در روایت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه است که با قطرات آب یا با آخرین قطرات آبی که از بدن میچکد در واقع گناهان در واقع از بین میروند. این دلیل بر این است که وضو گرفتن سبب میشود که انسان از نظر روحی آمادگی پیدا بکند و در واقع بتواند که نماز بهتری را بخواند. بعد از وضو تحیت الوضو را بخواند. روایت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه از هر کسی که وضو بگیرد توضأ و احسن الوضو و وضوش را کامل یعنی دقیق بگیرد و شتابان وضو نگیرد، وضو کاملی را بگیرد و بعد از وضو دو رکعت نماز بخواند. لا یحدث فیهما نفسه، و که در واقع با خودش صحبت نکند، یعنی سعی بکند که حضور قلبش در این دو رکعت بیشتر باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که درهای بهشت برایش در واقع کاملا باز میشوند. بعد از این رفتن به طرف مسجد هست، مراعات کردن آداب رفتن به مسجد، این خیلی تأثیر داره. بسیاری از مردم در هنگام رفتن به مسجد چه بسا که موسیقی گوش میکنند، چه بسا که با هم دیگر شوخی میکنند، میخندند یا غیبت میکنند یا موارد دیگری، حتی مثلا راه رفتن به طرف مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا سمعتم النداء فامشوا الى الصلاه وعليكم بالسكينه والوقار، اذان را که شنیدید با آرامش و وقار به طرف مسجد بروید، یعنی ندوید به طرف مسجد، زیرا که این باعث می شود که آرامش روحی شما و قلبی شما و حتی از نظر جسمانی شما اون آرامش واقعی رو نباید داشته باشید. ایشون فرمودند که فما ادرکتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، به هر مقداری از نماز که رسیدید و با امام بخوانید و اگر نرسیدید خودتون کامل بکنید. اما حق ندارید که به بهانه رسیدن به نماز جماعت شما آداب رفتن به مسجد را در واقع زیر پا بگذارید. خب انسانی، دو نفر را ما در نظر بگیریم. یک نفر وقتی که به مسجد میرود دوان دوان میرود، یا یک فردی موسیقی گوش میکند در مسیر راه رفتن به مسجد، یک فردی چند نفر با هم دیگر میگویند و میخندند به مسجد میروند، یک فرد دیگر در حال ذکر و با آرامش و وقار به طرف مسجد میرود. قطعا اون کسی که با آرامش وارد مسجد شده، اون در واقع حتی در نماز هم آرامشش بیشتر است، آمادگی بیشتری رو داره. دعای ورود به مسجد، بعد از آن تحیت المسجد را خوندن و انتظار در برای نماز، در روایت اومده که تا زمانی که شما در انتظار نماز هستید در حکم نماز هستید، در وقتی که به مسجد می روید در حکم نماز هستید، وقتی که منتظر نماز هستید گویا که در نماز هستید، تا زمانی که دوباره در واقع به منزل برمیگردید. تمام اینها تأثیرات زیادی رو داره. بسیاری از خانم ها مثلا وقتی که در خونه نماز میخوانند، خب برنامه فوتبال هست نگاه میکنند و در یک حال و هوای دیگری هستند، وقتی نماز رو دارن بلند میشوند تلویزیون خاموش میکنند یا اصلا خاموش نمیکنند، بلند میشوند نماز میخوانند. خب شما که از جلوی تلویزیون بلند شدید مستقیما رفتید روی جا نماز ایستادید، این محاله که انسان به صورت کلی یعنی کاملا بتونه خودش رو از اون مرحله قبلی قطع بکند، ببرد و یک حالت معنوی تو رو در واقع آغاز بکند. پس بنابراین تعیین یعنی توجه کردن به مقدمات نماز، اینا خیلی تأثیر داره، اینا عمدی هست. یعنی این آداب و در واقع فضائلی که هست و روش هایی که ذکر شده، اذان و بقیه مواردی که عرض کردم، تمام اینها زمین ساز هست. الله متعال اینها رو مشروع قرار داد تا اینکه نماز ما یک نماز در واقع کاملی باشه. این قبل از نماز هست. وقتی که انسان در داخل نماز رفت، همین الله اکبر گفتن را یا اذکار و تسبیحاتی رو که در نماز هستن توجه کردن به اینها و یاد گرفتن معنی اذکار و اورادی که در نماز هستند، معنی اون آیاتی که ما میخونیم و سوره حمد که ما میخونیم، تمام این موارد را اگر ما به معنیشون توجه بکنیم، ذهن خودمون رو به این طرف در واقع برگردانیم، قطعا هم خضوع ما در نماز بیشتر میشود و هم خشوع ما. و امیدوار هستم که الله متعال نماز ما رو یک نماز در واقع کاملی بگرداند. به هر مقداری که نماز کامل تر باشد، هم تأثیرش در زندگی ما بیشتر هست و هم ثوابی رو که ما از اون نماز میبریم
بکنیم در واقع یک ثواب بیشتری خواهد بود. جزاکم الله خیر. جناب مولانا بیننده بعدی گفتن که در مورد نماز چهار رکعتی سنت قبل از ظهر گفتن آیا باید با یک تحیات باشد یا با دو تحیات؟ نماز سنت چهار رکعت که در برخی از موارد اومده مانند چهار رکعت قبل از نماز ظهر اومده یا به طور مثال چهار رکعت بعد از نماز جمعه به عنوان سنت ثابت است از رسول الله صلی الله علیه وسلم یا در روایتی چهار رکعت قبل از عصر در واقع تشویق شده و ترغیب شده از جانب رسول الله صلی الله علیه وسلم، این نمازها به صورت چهار رکعت خونده می شود. دو رکعت نیست. اصل بر این است که این نماز به صورت چهار رکعت خونده بشه و چهار رکعت با تو دو قعده هست، یعنی در بعد از دو رکعت می نشینید، تحیات را می خونید، دوباره بلند می شوید و دو رکعت دیگر می خونید و یک تحیات دیگر و قعده دیگر. نماز چهار رکعتی سنت قبل از ظهر یا سنت بعد از جمعه یا سنت قبل از عصر که در برخی از روایات هست، اینها چهار رکعت هست با دو تحیات و یک سلام هست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی سوالشون در مورد این بود، گفت که اگر زنی خانمی بچه‌ای در شکمش باشه و از غذای نظری بخورد، آیا طفلی که در شکم هست معیوب میشه؟ نه، چون این باور غلطی هست. یعنی خوردن غذایی که نظری باشد، یا البته اگر این نظری نظر جایز و حلالی هست که خوردنش اشکال نداره، جایز هست. اما اگر غذایی هست که نظر حرامی هست، یعنی نظر به طور مثال بر قبر اینو نظر کردن، نظری هست که به نام غیر الله ذبح شده، خوردنش به صورت کلی حرام هست. اما غذایی که حلال باشه، نظر حلالی هست، به طور مثال یک فردی نظر کرده که اگر بیمار من شفا حاصل بکند، یک گوسفندی رو من قربانی میکنم در راه الله متعال و دعوتی میگیرم به دوستان و خویشاوندان میدم، خوردن از این چنین غذایی از نظر شرعی اشکال ندارد و جایز هست و هیچ گونه تأثیری بر جنین و اون در واقع کودک و طفلی که در شکم هست هیچ تأثیر منفی رو در واقع نداره و خوردن نظری جایز هست. منتها اگر نظری از خود اون فرد هست، اون در واقع نخورد، بگذارد که دیگران بخورند. اما نظری رو اگر کسی دیگر داده، اگر بخورد هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی ندارد. تشکر میکنم از شما. اگر کسی پیرو یک مذهبی باشد مثل مذهب حنفی، آیا میتواند از مذاهب دیگر نیز پیروی کند؟ ایشون در سوالشون یک نقطه جالبی رو در واقع مطرح کردن که شما در تکرار سوالشون نگفتید اون مطلب رو. ایشون گفتند که به خاطر آسانی، به خاطر اینکه فلان مذهب ساده تر هست و آسان تر هست، آیا ما می توانیم قول امام مذهب خودمان را ترک بکنیم یا اون عالمی رو که بهش اعتماد داریم قول اون رو ترک بکنیم زیرا که فتواش سخت تر هست، برمیم یک فتوای یک مجتهد دیگر یا یک مذهب دیگر رو در این زمینه ما بر اون عمل بکنیم؟ یک نقطه اساسی رو در این زمینه ما باید مد نظر داشته باشیم که اختلافاتی که در میان مجتهدین وجود داره، در میان مذاهب و ائمه فقهی در واقع وجود داره، اینها یک نوع دیدگاهی هستند که نسبت به ثبوت یا عدم ثبوت دلیل در واقع دارن. نوع برداشتی هست که از یک آیه یا آیه از یک حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دارند. آیا این روایت ثابت هست، صحیح هست یا صحیح نیست؟ هر امامی بنابر اون چیزی که به اون رسیده بر اون عمل میکنند. یعنی اگر یک حدیثی از یک تاریخ ضعیفی به امام شافعی رحمت الله علیه رسیده باشد، خب بر آن عمل نمیکند. اما امکان دارد که همین حدیث با تاریخ صحیح به امام احمد مثلا رسیده باشد، امام احمد بر اون عمل میکند. این اختلافاتی که در میان مذاهب اهل سنت و الجماعت هست، اختلاف تنوع هست، اختلاف تضاد نیست. یعنی نشانه‌ای بر پویا بودن فقه اسلامی هست و گسترده بودن مجال اجتهاد در شریعت اسلامی هست. اختلاف تضادی نیست که یکی دیگر را نفی بکند و دفع بکند، قابل جمع در واقع نباشد. این یک مطلب. از نظر شرعی جایز هست هر کسی به هر مذهبی و به هر امامی، به هر عالم و مفتی که باور دارد، از قول اون اتباع بکند و پیروی بکند.
شما از یک فردی عالمی به علمش، به درایتش، به تقوایش، به اجتهادش در واقع باور دارید، اونو تجربه کردید، میدونید که عالم متمکنی هست، پرهیزگاری هست، میگه هرچی این فتوا بدهد من فتوای فلان عالم رو در واقع قبول دارم. هر عالمی باشد، اگر از این عالم عالم بزرگتری رو دیدید و مطمئنتر شدید که این عالم در واقع که من تازه پیدا کردم استاد اون عالم قبلی هست، حرفهایش قویتر هست، دلایلش محکمتر هست، میشه با دلیل صحبت میکند و بیشتر شما رو میتواند قانع بکند، خب میتوانید بر حرف اون در واقع عمل بکنید. یعنی لازم نیست که یک فردی خودش را مجبور بکند که من 100% حرف فلانی رو قبول دارم، حرف دیگران را به هیچ عنوان من قبول نمیکنم. خب شاید اون کسی که شما حرفش رو قبول نمیکنید علمش بیشتر باشه، استدلالش قوی تر باشه. از نظر شرعی عرض کردم قبلا و بارها توضیح دادم که اصول مذاهب اربعه اهل سنت و جماعت عمل بر قرآن هست در مرحله اول، این اولین منبع فقهی قرآن هست و بعد از آن سنت رسول الله هست و اجماع و در مرحله چهارم قیاس هست. این چهار اصل در واقع متفق علیه هستند در میان چهار مذهب اهل سنت و جماعت. تمام ائمه بر حدیث عمل کردند، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل و بقیه ائمه محدثین و فقها اصلشون بر این بوده که اولین منبع استدلال و استنباط احکام از آیات قرآن بوده و بعد از آن از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر برای من به عنوان یک حنفی مذهب یا برای شما به عنوان یک شافعی مذهب یا برای فرد دیگری به عنوان یک حنبلی مذهب برای من ثابت شد که قولی، فتوایی که در کتاب‌های فقهی ما نوشته در مذهب ما وجود دارد، این مخالف هست با یک حدیث صحیح. علما تحقیق کردن که بله در این زمینه یک حدیث صحیحی وجود دارد، اما اون کسی که این کتاب فقهی را نوشته، اون امامی که این فتوا را داده، این حدیث صحیح با طرق صحیح به اون نرسیده باشه. از نظر شرعی ما می توانیم که اون مذهب دیگر رو بر اون عمل بکنیم. وقتی که مطمئن شدیم که مذهب دیگر دلیلش قوی تر هست، دلیل صحیح و صریحی دارند از احادیث رسول الله یا از آیات قرآن کریم، ما می توانیم که بر اون در واقع عمل بکنیم. این هیچ گونه تضادی با مذهب من نداره. مذهب من قرآن و سنته. مذهب امام ابو حنیفه، مالک، شافعی، همه این بزرگواران در واقع اقوالی از اینها نقل شده که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمودند که اذا صح الحديث فهو مذهبی، هرگاه که حدیث صحیح شد مذهب من اون حدیث است. اگر ما مطمئن شدیم که یک حدیثی صحیح هست، پس بنابراین اگر بر این حدیث صحیح عمل کردیم، پس بر قول امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عمل کردیم. امام شافعی رحمت الله علیه میگوید که هرگاه قول من با قول رسول الله تضاد داشت، حرف من رو به دیوار بزنید. یعنی تمام این ائمه بزرگوار منبع اصلیشون قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. اگر برای یک طالب علمی، برای یک فرد عادی که تحقیق کرده بود یا از یک عالم پرسیده بود، به این نتیجه رسید که فلان حکم در مذهب من مرجوعه و فلان مذهب صحیح تر هست، قوی تر هست، به قرآن و سنت نزدیک تر هست، از نظر شرعی هیچ گونه اشکالی ندارد که به خاطر این که بر قول دقیق تر و قول راجح عمل بکند، اشکال ندارد که من این مذهب خودم رو ترک بکنم، مذهب دیگر رو، یعنی در این مسئله بر اون عمل بکنم، هیچ گونه اشکالی ندارد. این متفق علیه است. اما مورد دیگری هست که فقط به خاطر تتبع رخص هست، اون گونه که در سوال این خواهرمون اومده بود که به خاطر این که فلان مذهب آسان‌تر هست من عمل میکنم. من به عنوان به طور مثال یک حنفی بالفرض معتقد بر این باشم که خون شکننده وضو هست، بر این باور دارم که مذهب من قوی تر هست، صحیح تر هست، اما در یک جای ما میبینیم که چون که امام شافعی مثلا گفته یا بقیه مذاهب گفتند که با خون وضو نمیشکند، چون که اون آسان تر هست، من با این انگیزه میرم بر این عمل بکنم، این جایز نیست، زیرا که من با قناعت قلبی بر این عمل نکردم. اگر واقعا به این نتیجه برسم که دلیلشون قوی تر هست، هیچ گونه اشکالی نداره، اما صرفا به خاطر این که در واقع فلان مذهب ساده تر هست، چون این اجازه رو ما نداریم. به طور مثال یک شافعی که در مذهب امام شافعی رحمت الله علیه که زن و شوهر یا یک زن و مرد نامحرم دستشون به هم دیگر بخورد، پوست بدنشون به هم دیگر تماس پیدا بکند، وضو باطل میشه. خب این مذهب امام شافعی رحمت الله علیه است. در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه باطل نمی شود، صرفاً چون که مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمینه ساده تر هست، هیچ شافعی حق ندارد که بر این عمل بکند.
اگر به این نتیجه رسید که واقعا مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در این زمینه قوی تر هست، دلیلش محکم تر هست، هیچ گونه اشکال نداره. اما به خاطر و به انگیزه آسانی این از نظر شرعی جایز نیست، این زیر که این منجر به این میشود که دین برای ما در واقع اهمیتی قائل براش نیستیم. هر کجا هر عالمی که فتوای ساده تری داد، در واقع ما میریم بر اون عمل بکنیم. اگر بر تمام رخصت ها ما عمل بکنیم، در واقع دین از بین خواهد رفت. اگر بر روی تحقیق باشد و رسیدن به یک دلیل علمی باشد اشکال ندارد، اما اگر صرفا به خاطر تتبع رخص و آسانی باشد، چون این چیزی از نظر شرعی جایز نیست. تشکر میکنم شما. بیننده بعدی گفتن که در میان نماز شام و نمازهای دیگه آیا قرآن خواندن درست است یا نه؟ هیچ گونه ممنوعیتی وجود نداره و محدودیتی نداره در تمام اوقات شبانه روز در میان نمازها بین شام و خفتن یا اوقات دیگر خواندن قرآن جایز هست و اشکال نداره. منتها اوقات بهتری که برای تلاوت قرآن هست وقت سحر هست و وقت بعد از نماز فجر هست تا طلوع آفتاب یا مثلا عصر روز جمعه هست. اینها اوقاتی هستند که برتری و فضیلتی رو دارند. اما به صورت کلی در تمام اوقات شبانه روز تلاوت قرآن جایز هست و هیچ گونه ممنوعیت و اشکال شرعی ندارد. تشکر میکنم شما. دو تا سوال در این زمین اومده که خواندن چهل یاسین ثواب داره یا نه؟ آیا واقعا کسی که چهل یاسین بخونه و هر دعایی یا هر مشکلی داشته باشه حل میشه یا نه؟ در مورد در سوره یاسین روایت مختلفی در واقع نقل شده که نسبت داده میشوند به رسول الله صلی الله علیه وسلم. به عنوان یک قاعده من عرض میکنم که در مورد فضیلت سوره یاسین هیچ گونه حدیث صحیح وجود ندارد. در مورد فضایل سوره یاسین هیچ گونه روایتی که صحیح باشد و ما مطمئن باشیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این روایت را فرمودند، چون این چیزی وجود ندارد. همون فضیلتی را که بقیه آیات قرآن دارند سوره یاسین هم دارد، کلام الله متعال است. اما فضیلت ویژه‌ای و خصوصی که سوره یاسین داشته باشد و سوره های دیگر نداشته باشند، چنین فضیلتی و چنین خاصیتی از احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. در این زمینه روایات متعددی هست. یکی از روایاتی که خیلی در این زمینه معروف است که بر سر زبان عامه مردم هم افتاده این است که یاسین میگویند که قلب قرآن هست. ان لكل شيء قلبا وقلب القران ياسين، که این جمله رو که میگن حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم از در ادامه این مطلب اومده که من قرأها فكأنما قرأ القران 10 مرات، هر کسی که سوره یاسین رو بخواند گویا که قرآن رو 10 مرتبه خونده. این روایتی نیست، صحیح نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم. عرض کردم که به صورت کلی در مورد فضیلت سوره یاسین هیچ گونه حدیث صحیح از رسول الله صلی الله علیه سلام نقل نشده. و در مورد این که در واقع 40 بار سوره یاسین رو بخونن و این مشکلات رو در واقع حل میکنند، این هم یه حدیث موضوعی هست، حدیث باطلی هست که نسبت دادنش به رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع درست نیست. اصل این روایتی هست که در اون روایت اومده که یاسین لما قرأت له، یاسین لما قرأت له، برای به هر منظوری که بخوانی اون منظور تو برآورده می شود. امام سخاوی و خطابی و دیگران گفتند که این اصل نداره، یعنی این روایت نیست، دروغ هست که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم اینو در واقع بستند. پس بنابراین در مورد فضیلت سوره یاسین، خصوصیت سوره یاسین که برای اجابت دعا باشه، برای مردگان بخونند، بر روی مرده بخونند، برای ایصال ثواب به مرده بخونند، برای حل شدن مشکلات بخونند یا برای موارد دیگر بخونند، هیچ گونه دلیل صحیحی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. از این که بگذریم، بسیاری از مردم میگن که خب ما تجربه کردیم شده، ما تجربه کردیم و شده. خب اگر همین رو مثلا چی میگن که ما 40 بار تجربه کردیم، به طور مثال سوره یاسین رو برای یک مشکل خواندیم که این در واقع مشکل ما حل شده، خب در مقابل تجربه‌ای که شما کردید 40 مرتبه خوندید و سوره یاسین رو و مشکل شما حل شده، ده ها و صدها نفر این تجربه رو کردن، 40 مرتبه سوره یاسین رو خواندن و کارشون انجام نشده.
خب اینم تجربه هست، اونم تجربه هست، چرا بر اون عمل نمیکنید؟ یعنی این که این خاصیت از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. امام ابن کثیر در تفسیر خودش یک مطلبی از این قبیل آورده که این تجربه شده، اما حرف ایشون معتبر نیست. حرفی که مستند از قرآن نباشه، مستند از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه، حرف هر کسی باشد برای ما قابل قبول نیست. یعنی نمیتوانیم که این تجربه را و این حدیث را نسبت بدهیم به رسول الله صلی الله علیه و سلم. امام مالک رحمت الله علیه میفرمند کل یؤخذ من قوله و یرد الا صاحب هذا القبر، همه انسان ها قولشون قابل رد و قابل قبول مگر صاحب این قبر، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم، که حرفش قابل رد نیست، باید قبول بکنیم. کسی دیگری، هر کسی هر حرفی بزنند، هر تجربه‌ای بکنه، تجربهش برای خودش است، برای ما دین نیست و ما اجازه نداریم که از نظر شرعی بر تجربه اون عمل بکنیم، به این امید که این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و همان گونه که عرض کردم در مقابل تجربه های زیادی شده که سوره یاسین رو 40 مرتبه خوندن اما هیچ خاصیتی هم در واقع نداشته و مشکلی رو هم در واقع حل نکرده. یک نکته خیلی ظریفی در اینجا وجود داره که احیانا انسان بر یک مطلبی باوری پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه، بر گفته یک ملایی، نمیدونم یک تعویذ نویسی، یک حرفی را از اون میشنود و 100% بر اون یقین پیدا میکنه. به خاطر اون یقین 100% که داره، اون اخلاصی که داره، اون خضوع و خشوعی رو که داره، چه بسا احیانا الله متعال در واقع این حرفش رو یا اون مقصودش رو برآورده بکنه. مثلا به این یقین 100% رسیده که یاسین رو 40 مرتبه بخونی مشکل حل میشه. اگر همین یقین رو با سوره فاتحه داشته باشه هم مشکل چه بسا که در واقع حل بشه. یعنی احیانا انسان می رود در پیش یک قبری، در پیش یک مورد دیگری، به طور مثال به اندازه‌ای که در پیش این قبر و فلان امام و امامزاده در واقع حضور قلب داره، خشوع داره و خوف و رجا و بیم و امید داره، در پیشگاه الله متعال نداره. چه بسا که به خاطر این مورد الله متعال اونو دوباره در این زمینه در واقع امتحان بکند. پس بنابراین انسان این بستگی به اون باور قلبی داره. اگر ما در دعاهای دیگری که داریم، یعنی الله متعال در حدیث قدسی میفرماند که انا عند ظن عبدی بی معه، من اون گونه ام که بندم به من گمان میکند. چه بسا یک انسانی گمان دعا میکند، یک عمر هم دعا بکند، اما باور و یقینش این است که الله دعای من رو قبول نمیکند، بدگمان است به پروردگار خود. خب الله متعال قبول نمیکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که ادع الله و انتم موقنون بالاجابه، الله متعال را دعا بخونید و دعا بکنید در صورتی که شما یقین به اجابت داشته باشید. یعنی اگر شما ظنتون و گمانتون این باشه که الله متعال قبول میکند، الله متعال قبول میکند. اما وقتی که شما دعا میکنید و خودتون رو تلقین میکنید که الله متعال این دعا رو قبول نمیکند، الله متعال هم چنین چیزی رو قبول نمیکنه. این در بسیاری از موارد این تلقین ها برمیگرده به اعتماد بسیاری از خود این مردم. یک لطیفه از در این زمینه تعریف میکنند که میاند یک ملایی به یک گروه از مردم گفت که شما میتونید بر روی آب راه برید، بسم الله بگید، یقین داشته باشید از این آب اصلا غرق نمیشید، میتونید رد بشید، بر روی آب راه برید. میگند که نمیدونم صحت سخمش، البته یعنی پیامش یک پیام جالبی هست. همه مردم اومدن بسم الله گفتند و از روی آب رد شدند. نوبت خود این ملا که رسید جرأت نکرد، هرچی بسم الله میخونه میره داخل آب، میره که فرو میره در ریزه. یعنی که خودش به حرف خودش یقین نداره، باور نداره. اما اون انسانهای ساده لوحی که باور کردن و یقین کردن، الله متعال انا عند ظن عبدی بی ما هو، بر اساس خود باورشون یقینشون با اونها در واقع عمل میکنه. در مورد سوره یاسین هم همین گونه هست که عرض کردم، هیچ گونه حدیثی برای در واقع فضیلتش، برای این که 40 یاسین بخونید مشکل شما حل میشه، هیچ گونه چنین دلیلی از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست و جایز هم نیست که این مطلب رو ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم نسبت بدیم و بر این بدعت در واقع مناسب نیست که انسان پایبند باشه و چنین باوری رو نباید انسان داشته باشه. و بهترین چیز هم اینه که انسان از چیزهایی که مطمئن احادیث و اون فرمایشاتی که مطمئن که از رسول الله صلی الله علیه و سلم هست پیروی بکنه تا واقعا در راه مستقیم باشه و مورد دعایی هم که همیشه میکنه قرار بگیری که اهدنا الصراط المستقیم. بیننده بعدی گفتن که خواندن دعای قدح چه حکمی دارد؟ اینم باز یک مسئله است که خیلی جاها دعای قدح یا دعای معراج که دعایی هست که ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم.
اگر ما میخواهیم که دعاهای مسنون را یاد بگیریم، یعنی اگر ما میخواهیم دعا بکنیم، این است که دعایی که ثابت هست از رسول الله صلی الله علیه وسلم، اون دعا را ما باید بخونیم. دعای قدح هیچ گونه یعنی از رسول الله صلی الله وسلم چنین دعایی ثابت نیست و خاصیت هایی را هم که براش ذکر کردن هیچ گونه چیزی، یعنی اصل دعا هم ثابت نیست و خاصیتش هم ثابت نیست. در این زمینه اگر میخواند که دعای های در واقع دعاهای قرآنی هست که ربناهایی که در قرآن اومده، دعاهایی هست که انسان باید اونها رو بخونه، دعاهایی که از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم هست یا کتابچه‌هایی که وجود داره، الحمدلله در کتابخانه عقیده و سایت عقیده هم وجود داره، کتاب پناهگاه مسلمان که روایاتش روایت برگزیده هست، دعاها و اذکار خوبی رو داره، تایید شده هستن، و همچنین کتاب صحیح الکلم الطیب یا خود الکلم الطیب که مال شیخ الاسلام ابن تیمیه هست و بنده ترجمه کردن به نام مناجات رسول الله صلی الله علیه وسلم و در کتابخانه عقیده وجود داره. اینها روایاتی هست که و دعاهایی هست که صحیح هستند و معصور هستند، یعنی نقل شدند از رسول الله صلی الله علیه وسلم و در بسیاری از این دعاها فضائلی هم برای این دعاها در واقع نقل شده. انسان اون مواردی را که صحیح هست و ثابت از رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اونها عمل بکند، انشاءالله فضیلت رو هم دریافت میکنند. اما دعایی به نام دعای قدح یا دعای معراج از رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت نیست. درست. تشکر میکنم شما. برنده بعدی گفتن اگر کسی روزه باشد و دندانش خون شود، آیا روزهش میشکند یا نه؟ نه، با خون آمدن دندان روزه نمیشکند و بالفرض هم این که در دهانش خونی جمع شده باشد و ناخودآگاه این خون رو هم فرو برده باشد، باز هم روزش درسته و روزه نشکسته. درست. برنده بعدی گفتن راه قبولی دعا چیست؟ یکی از چیزان گفتن که باید لقمه و اون روزی حلال باش. یکی از موارد و یکی از موارد در واقع اساسی اجابت دعا همون رزق حلال هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد یک فردی اشاره میکنند، یک مثالی رو میزنند که یک ذکر کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مردی رو که یطیل السفر، به سفر طولانی میرود، اشعث اغبر، بسیار ژولیده هست و خسته و درمانده هست. یعنی تمام این وضعیت ها وضعیت هایی هستند که به اجابت دعا نزدیکتر است. زمانی که انسان در اوج غم هست، در اوج دل شکسته، در اوج خستگی هست، در اوج ناامیدی هست، از تمام درها به رویش بسته شده، اگر در این حالت در واقع یا در حالت سفر دعا بکند، اینها حالت هایی هست که الله متعال دعاش رو قبول میکند. اما رسول الله صلی الله علیه وسلم این دعا رو، این فرد رو ذکر میکند، این حالت ها رو براش ذکر میکند، یمد یده الی السماء یا رب یا رب، چنین فردی در چنین حالت هایی که معمولا دعا قبول میشود، این انسان دستش رو بلند میکند به درگاه الله متعال و یا رب میگوید و دعا میکند. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که مطعمه حرام و ملبسه حرام و غذی بالحرام فانا یستجاب له. این انسانی که وجودش حرام هست، لباسش حرامه، غذایش حرام است و از غذای حرام این تغذیه شده، فانا یستجاب له، چگونه در واقع دعایش اجابت میشود؟ در روایت دیگری هست که میفرماند اتب مطعمک تکون مجاب الدعوه، غذایت را پاک بکن مجاب الدعوه میشه. یکی از راه‌های پذیرفته شدن دعا این است که انسان در واقع از خوردن مال حرام و رزق حرام در واقع پرهیز بکنه. اما این یکی از موارد هست. غیر از این موارد دیگری که قبلا هم عرض کردم این است که انسان در دعای خودش یقین داشته باشه، حسن ظن داشته باشد به الله متعال، که الله متعال همون گونه که ما بخواهیم و همون گونه که ما تصور بکنیم الله متعال با ما برخورد میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که با یقین به اجابت الله متعال رو در واقع دعا بکنید. این مواردی هست که خیلی تأثیر دارند. غیر از این خود حالت انسان تأثیر زیادی رو داره. به طور مثال در حالت نماز دعا کردن، در سجده، خصوصا در نماز، در حالت سجده تمام جاهای نماز ما اذکار و اوراد و دعاهای خاصی رو داریم که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست، و خصوصا در هنگام سجده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند اخر ما یکون العبد الی رب، سجده نزدیکترین حالت
محبتی هست که انسان با پروردگار خودش دارد. فاکثروا فیها من الدعاء فقمن ان یستجاب لکم، در هنگام سجده زیاد دعا بکنید، سزاوار هست که برای شما اجابت بشود. یعنی یک از جاهای اجابت دعا در حالت سجده هست که انسان دعا بکند، و همچنین به صورت کلی در تمام حالتهای نماز و خصوصا در حالت سجده و در التحیات بعد از تحیات و بعد از درودها و قبل از سلام، در تحیات آخری که رسول الله صلی الله علیه و سلم معمولا التحیات دومشون یعنی قعده دومشون طولانی تر بود به خاطر دعایی که در این زمینه میکردن، دعای بعد از نماز یا دعای بعد از هر عبادتی که ما انجام میدیم این شانس قبولی بیشتری رو داره. دعا در هنگام که انسان مسافر هست، در هنگامی که انسان روزه هست و خصوصا در هنگام افطار، تمام اینها حالت هایی هست که دعا قبول میشود. دعا در وقت سحر و بعد از تلاوت قرآن یا در زمانی که خطبه امام بالای منبر می رود برای خوندن خطبه، ایراد خطبه، یا در وسط دوتا خطبه، یا در میان اذان و اقامه، تمام اینها حالت هایی هستند و زمان هایی هستند که اجابت دعا رو در واقع شانسش رو بیشتر می کند. غیر از این و خواندن دعاهای معصور، دعاهای قرآنی و دعاهایی که از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، و غیر از این هم مراعات کردن آداب در واقع دعا، مانند بلند کردن دستها در هنگام دعا که ثابت است به تواتر از رسول الله صلی الله علیه و سلم، و همچنین در هنگام دعا ابتدا حمد و ثنای الله متعال را ذکر کردن، درود فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی تأثیر داره. حتی یکی از علما می فرماید که در واقع درود خودش یک دعای پذیرفته شده هست. یعنی وقتی ما میگه اللهم صل علی محمد و علی آل محمد، این یک دعایی هست که قطعا انشاءالله در واقع پذیرفته شده هست، و در مقابل این فرشتگان هم برای ما دعای رحمت میگن. اگر میخواد دعایی به اجابت برسد، در لابلای درود این رو در واقع دعا بکنید، یعنی درود بخوانید، دعایتون رو بکنید و بعد از اون دوباره درود بخوانید. اون انشاءالله امیدواریم که الله متعال به میمنت این درود که این دعایی رو که قبول می، اولش قبول، آخرش قبول، انشاءالله که وسطش رو هم الله متعال در واقع قبول بکنه. و یکی از مواردی که متاسفانه بسیاری از ما مسلمانان در هنگام دعا کردن فراموش میکنیم، دعا برای دیگران هست. دعا برای دیگران، به جای این که من فقط برای خودم دعا بکنم، برای تمام مسلمانان دعا بکنم. یا اصلا برای خود دعا نکن، برای دیگران دعا بکن. یک خوبی رو این داره، یک نقطه خیلی ریز و دقیقی رو داره در این زمینه که در روایت اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند هر مسلمانی که غایبانه برای برادر مسلمانش، برای خواهر مسلمانش غایبانه دعا بکند، الله متعال یک فرشته ای رو موظف می‌کند که بر دعایش بگوید آمین ولک بمثله. یعنی همین دعایی رو که تو برای برادر مسلمانت کردی، یک فرشته در حق تو همین دعا رو هم خواهد کرد. اگر تو دعا بکنی، خود در حق خود دعا کردی، اما وقتی که برای دیگران دعا میکنی، این خودش یک فضیلت هست، یک عبادت هست، یک کار ثوابی هست، و در مقابل فرشتگان برای تو اون دعا میکنند که اون در واقع خواسته شما برآورده بشه و به مقصود خودت برسی. تمام اینها به صورت دست جمعی و همچنین موارد دیگر هستند که در اجابت دعا تأثیر خیلی عمیق و گسترده‌ای رو داره. سپاسگزارم از شما بابت این توضیحی که دادین. بیننده بعدی گفتن که از مزار شریف بودن، گفتن که در مدرسه دینی دارن که مخصوص خانم‌ها یا اناث هست، و مشکلی که دارن این است که کمبود استاد خواهر دارن، و آیا میتونن برای رفع این کمبود از استادهای ذکور یا مرد استفاده بکنن؟ همون گونه که ایشون اشاره کردن، اصل و یعنی اولا بر این است که استادا خانم باشند برای خانم ها، و بالفرض ما به این گزینه، این که بالفرض استاد زن وجود نداشته باشه، از نظر شرعی اشکال نداره. با مراعات کردن موازین شرعی و با مراعات کردن در واقع امور شرعی، یعنی حجاب شرعی، اشکال نداره که استاد مرد باشه برای تعلیم قرآن، و خصوصا در این زمینه باید یعنی مراعات بکنند که با پرده باشه، با حجاب باشد، و حداقل یعنی افراد دیگری حضور داشته باشند، خلوت نباشه. یعنی اون استادی که به بهانه تعلیم قرآن هست خلوت نکند با زنها، حداقل افراد دیگری هم در واقع حضور داشته باشند، از محارم اون خانم ها در اون جلسه و در کنار استاد نشسته باشند، این اعلاتر و بهتر هست و از تهمت و شک و تردید هم دورتر هست.
جزاكم الله خیر. بیننده بعدی خواهری بودن که تماس گرفتن و تماسشون تقریبا ناقص بود که طلب دعا کردن و گفتن که مادرشان بچه هاشون رو خیلی دوست داره ولی یکی از فرزنداش یا همون برادرانش با مادرش بدرفتاری میکنه و این کارش شوک میداره. یعنی بدرفتاری با مادر هست. متاسفانه بسیاری از موارد را ما میبینیم که یک فردی خصوصا جوانانی که در سن بلوغ یا نزدیک به بلوغ هستند احیانا در بیرون از خانه اخلاق خوبی رو دارند، برخورد خوبی رو دارند، اما با مادرشون در واقع با گونه دیگر برخورد میکنند. این اخلاق زیبای شما برای مادرتون یک واجب شرعی هست. الله متعال به ما دستور داده که حتی در مقابل مادر، حرف مادر، تقاضای مادر، ولو اینکه تقاضای بی جایی باشه، ولو اینکه از سادگیش باشه، از بی سوادیش باشه، از اینکه از یک نسل دیگری بوده، یک تقاضای در واقع غیر معقولی رو هم داشته باشند، ما اجازه نداریم که دل مادر را بشکنیم و در مقابل حرفش حتی اف بگوییم. و بعد از حق الله متعال، بالاترین حقی که بر بنده و انسان هست، حق پدر و مادر هست و رضایت پدر و مادر انشاءالله موجب رضایت الله می شود. و کسانی که پدر و مادر خودشان را راضی می کنند، خدمتگزار پدر و مادر هستند، مطمئن باشند که دعای مادر برای اونها انشاءالله مفید خواهد بود و الله متعال در دنیا به اونها سعادتی رو نصیب خواهد کرد و حسن خاتمه ای رو الله متعال در دنیا انشاءالله عاید اونها میکند. انشاءالله جزاکم الله خیر. آقای نظری از دانمار گفتن که در مذهب حنفی در هنگام نکاح، زمان نکاح بستن، وجود ولی برای دختر بالغ شرط و حتمی نیست، اما در مذهب دیگر مثل مذهب حنبلی شرط است. گفتن این دو قضیه کدام یکی به سنت و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله نزدیک؟ در این مورد من قبلا در ابتدای برنامه کاملا توضیح دادم که مذهب جمهور اهل سنت و جماعت است. این مذهب امام شافعی، امام احمد، امام مالک و بسیاری دیگر از مجتهدین بر این هست که وجود در واقع شاهد و ولی شرط برای صحت در واقع نکاح. قبلا هم عرض کردم که این قول جمهور هست، یعنی این که در مقابل قول دیگری هست، مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست که برای زنی که رشیده باشه، عاقل، یعنی عاقل و بالغ باشه و خصوصا که روایت اونچونه که در روایت اومده ایم باشه، یعنی این که بیوه زن باشه، این اولاتر هست به نفس خودش، یعنی میتواند خودش رو از دیدگاه مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به نکاح کسی در بیا ولد بدون رضایت پدر و مادرش. این در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. اختلافی که در این زمینه وجود دارد در بر میگردد به نوع برداشت از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. به طور مثال در مورد جریان طلاق الله متعال میفرماید حتی تنکه زوجا غیره، که زمانی که مرد زن خودش را طلاق سوم بدهد، این زن و مرد نمی توانند به هم دیگر دوباره باز بگردند، حتی تنکه زوجن غیره، که شوهر، تا اینکه تنکه در اینجا صیغه مؤنث هست، تا اینکه این زن نکاح دیگری را انجام بدهد. از ظاهر این آیه و آیات دیگری در این زمینه هست که فقهای مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این استدلال را کردند، چون که در این آیه الله متعال نکاح کردن را نسبت داده به زن، حتی تنکه ها، تا اینکه زن نکاح بکند با این مرد دیگر، پس بنابراین معلوم می شود که نکاح زن درسته. این از آیات قرآن هست و همچنین در این زمینه روایتی هست در سنن ترمذی و در کتاب های دیگر هم اومده از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الایم احق بنفسها، الایم احق بنفسها من ولیها. ایم یعنی زن بیوه حق دارتر هست به نفس خودش از ولیش. و در ادامه روایت اومده و بکر و تستازن و از زن باکره و دوشیزه در واقع اجازه گرفته می شود و در ادامه روایت هست که و اذنها سماتها، که اذن و اجازه دختر دوشیزه و باکره این است که در واقع در مقابل خواستگار سکوت بکند، این وقتی که پیام خواستگاری رو پیش میدن سکوت بکند، این به این معنی هست که در واقع راضی هست، اگر یعنی با زبان رد نکرد یعنی این که راضی هست. خب در این روایت، روایت حضرت عبدالله ابن عباس هست که میگه الایم احق بنفسها من ولیها، که فقهای احناف از این استدلال کرد.
کردند که در این روایت صراحتاً اومده که ایم، ایم یعنی زن بیوه برای نفس خودش، یعنی برای نکاح کردن خودش اولاتر هست از ولی خودش. اولا که در اینجا همین عرض کردم که تمام مجموعه این حکمی که صادر میکنند با توجه به عمومیات آیات قرآن هست و روایاتی که در این زمینه وجود دارند. و ایشون سوالشون این بود که آیا مذهب جمهور در این زمینه اولاتر هست، ارجح هست، یا مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه؟ مذهب جمهور در این زمینه اولاتر هست و در واقع به هم به بنابر استدلالشون هم قوی تر هست و هم نوع دلیلشون هم در واقع قوی تر هست، صحیح تر و صریح تر هستن. و این روایتی که از حضرت عبدالله ابن عباس است که الایم حق به نفسها، ما روایاتی رو در این زمینه داریم که من قبلا هم اشاره کردم که از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی نقل شده و همچنین فتوای ایشان هست که لا نکاح الا بولی، یعنی خود نظر عبدالله ابن عباس که راوی این حدیث هست برخلاف این حدیث بوده، خود ایشون معتقد بر این بودند که گفت که این قضیه خاصه که زنی که شوهر داشته بطلاق. اصل در اصل روایت این هست، اما در مذهب جمهور حتی تا این اندازه هم اجازه نیست. حتی زنی که در واقع دوشیزه نباشه و در واقع بیوه باشه باز هم اذن ولی در واقع برای این در واقع شرط هست. و مذهب جمهور همون گونه که عرض کردم هم اولاتر هست، قوی تر هست و هم از به خاطر احتیاط در واقع هم اولاتر و قویتر هست که انسان در واقع دچار یک فتنه و فسادی در جامعه نشوند و خانواده هایی بدنام نشوند. عرض کردم که هم از نظر دلیل محکمتر هست و هم از نظر مسائل در واقع اجتماعی هم مذهب جمهور در اینجا اولویت دارد. جزاکم الله خیر. سوال بعدی خود آقای نظری این بود، گفتن که در قضیه شاهد در نکاح، گفتن اگر در یک جلسه ای که عقد دختر و پسر بسته می شود شاهدهایی هم حاضر باشند، آیا همین حضور کافی هست یا اینکه باید شاهدها نیز مشخص باشه و قید بشه؟ معمولا در جلسات نکاح مشخص می کنند، یعنی چند نفر رو مشخص می کنند که در اون عقدنامه ای که نوشته میشه در دفترچه ازدواج معمولا اسم چند نفر رو می نویسند به عنوان شاهد. در این که اونها شاهد هستند هیچ گونه شک و شبهه وجود نداره، اشکال و ایراد شرعی هم در این زمینه وجود نداره، اونها شاهد هستند. اما فرض بکنیم که اون شاهدانی که در عقدنامه و در عقد نکاح نوشته شده یا در دفترچه ازدواج الان اونها بودند، فوت کردند، آیا افراد دیگری که در اون مجلس حضور داشتند می توانند شاهد شرعی باشند یا خیر؟ بله، هیچ گونه اشکال شرعی وجود نداره، ولو این که از اونها خواسته نشده که شهادت بدند یا این شهادت رو تحمل بکنند. تحمل شهادت یعنی این که اون وضعیت رو به خاطر بسپارند که اینکه بعدها اون رو نقل بکنند، ولو این که از اونها خواسته نشده که شما شاهد باشید، اما عملا شاهد هستند. شاهد یعنی اون کسی که حاضر هست، دارند میبینند. وقتی که در حضور اونها اینها دیدند که در واقع نکاح فلانی با فلانی بسته شد و با حضور ولی و این تمام مردمی که در مجلس نشسته بودن می توانند که این شهادت رو تحمل بکنند، یعنی برداشت بکنند و دریافت بکنند و در هنگام لزوم اگر از اونها خواسته شد می توانند به عنوان شاهد شرعی در واقع انجام شهادت بکنند و اعلام شهادت بکنند. به تعبیر دیگر برای شاهد شدن لازم نیست که حتما افراد رو مشخص بکنند. تمام افرادی که در جلسه عقد حضور دارند و شنیدند ایجاب و قبول را، اونها شاهد شرعی قرار می گیرند. جزاکم الله خیر. برادر پرسیدن، گفتن که مادرشان به دختر خالهشان شیر داده، آیا پسر خود این شخص میتونه با این دختر خالهشان ازدواج بکنه یا نه؟ وقتی که مادرشون به دختر خالهشون شیر داده نه. یعنی این که دختر خاله ایشان میشود خواهر رضاییشون، خواهر شیریشون میشن. یک سوال این بود که مادرشون دختر خالهشون رو شیر داده، پس بنابراین گویا که دختر خاله ایشان رو از خانواده خالهش برداشتن گذاشتن تو خانواده اینها و عملا این دختر خاله می شود خواهر در واقع رضایی و شیری این آقایی که در واقع سوال کرده بود. و فرزند این آقا با دختر خاله پدرش در واقع چه کاره می شوند؟
امش حساب می شود، امه شیری می شود. با امه شیری ازدواج کردن از نظر شرعی جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، هر چیزی رو که از نسب ازدواج کردن با اون از نسبیش جایز نیست، از شیریش هم جایز نیست. همون گونه که ازدواج با امه و در واقع خاله اصلی جایز نیست، ازدواج با امه و خاله رضایی هم از نظر شرعی جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که پافشاری بر روزه های نفلی مثل روزه روز دوشنبه پنجشنبه، مثل اینکه روزه رمضان هست، حکم این کار چیه؟ از نظر شرعی یعنی جایز هست، نه تنها اینکه جایز هست، یعنی در واقع پسندیده هم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ادامه گفتند که خیر العمل ادومها، که بهترین عمل اون عملی هست که ادامه داشته باشه، ولی که کم باشه، با وجود این کم باشه اما انسان همیشه مداومت داشته باشه، این امر بسیار خوبی هست که انسان پایبند باشه. اما در حد فرضشون، سوالشون این بود که در حد فرض، از نظر عملی در حد فرض شما می توانید که پایبندش باشید، از نظر عملی هست. یعنی همون گونه که شما پایبند نماز فرضتون هستی، پایبند نماز نفل هم باشید. به همون اندازه که پایبند روزه فرضی هستید، پایبند روزه نفلی هم باشید. این فقط در عمل هست، اما از نظر اعتقادی و از نظر خود حکم اون عمل در واقع در اون اندازه نیست. یعنی شما نمیتونید که یک عملی رو که در شریعت اسلامی سنت هست یا اینکه مندوب هست، اون رو فرض قلمداد بکنید. فرض در قرار نمی گیرند. در هر صورت، هر چند که شما زیاد پایبند این عمل باشید، باز هم این در حد نفل و در حد سنت در واقع باقی مونده و تا جایی که انسان می تواند پایبند باشد و خود این پایبندی یک امر در واقع پسندیده هست و اشکال شرعی نداره. درست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی یا خود بیننده قبلی گفتن که انسان در وقتی که میخواد یک عبادتی انجام بده، کدوم یکی بهتر است، نماز نفل بخونه یا مشغول به قرائت قرآن بشه؟ بله، هر یکی هم قرائت قرآن یک نوع عبادت هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مقابل هر حرفی در واقع مژده 10 تا نیکی رو به انسان دادند و نماز نفل هم در واقع یک نوع عبادت است. اما وقتی که بخوایم که در مقایسه بکنیم در میان ثواب تلاوت قرآن و ثواب نمازهای نفلی یا عبادت نفلی، ثواب عبادت نفلی بالاتر است. ثواب عبادت نفلی که از جنس اون ما فرض داریم، از جنس اون ما فرض داریم، به استدلال از روایتی که رسول الله می فرماند، روایت حدیث قدسی هست که الله متعال در واقع می فرماند که ما تقرب ایلی عبدی بشیء احب ایلی من مفترسته علی، که بنده من با هیچ موردی نزد من تقرب حاصل نمی کند بهتر از مواردی که من بر اون فرض کردم. یعنی بهترین راه تقرب به الله متعال انجام فرایض هست، نماز و روزه و زکات و حج فرضی که الله متعال فرض کرده، انجام فرایض بهترین ابزار تقرب به الله متعال هستند. و در ادامه روایت اومده که لا و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبه، بنده من با انجام عبادت های نفلی از همون جنسی که فرضش وجود دارد به اندازه انجام میدهد و به من تقرب میجوید تا مرحله که من اون رو در واقع دوستش میگیرم. و وقتی که من اون رو دوست گرفتن، در ادامه روایت اومده که من چشم و گوش اون در واقع خواهم بود. از این روایت معلوم می شود که انجام دادن نماز نفلی ثوابش بیشتر از در واقع تلاوت قرآن هست. منتها یک امری که در این زمینه هست، اون گونه که خود این بیننده مون که خالد عزیز بودند از آلمان اشاره کردن، تنوع در عبادات امر پسندیده‌ای هست. یعنی انسان به گونه‌ای نباشه که همش نماز بخواند و بقیه عبادات رو به صورت کلی ترک بکند. این اهل نماز هست اما به هیچ عنوان روزه نفلی نمیگیرد، صدقه نفلی به هیچ عنوان نمیده، یا صدقه نفلی را یا مثلا حج و عمره نفلی را یا بقیه عبادات رو در واقع انجام نمیدهد. انسان باید همیشه تنوع داشته باشه و نفس انسان هم از یک عبادت در واقع خسته میشود. اگر از نماز خسته شد، تلاوت قرآن را انجام بده. از تلاوت قرآن خسته شد، ذکر و اوراد و دعای رو در واقع بخونه. از این در واقع
خسته شد میتواند صدقه ای رو بدهد یا اعمال دیگری رو. تنوع و اکثار در عبادات و در نوع عبادت این از نظر شرعی در واقع پسندیده هست، بنابر روایت حضرت در مورد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه که فرمودند چه کسی امروز به زیارت بیماری رفته، گفتند من، گفتند چه کسی امروز تشییع جنازه ای رو کرده، گفت من، گفت چه کسی امروز در واقع روزه گرفته، گفت من، و رسول الله صلی الله علیه و سلم تشویق کردند که این موارد، این خصال اگر در کسی جمع بشوند چون انسان رو وارد بهشت میکند. پس انسان سعی بکند که در هر روز هم صدقه بدهد، هم نماز نفلی بخواند، هم روزه نفلی اگر میتواند بگیرد، هم زیارت و عیادت بیماری برود، یعنی تمام کارهایی رو که میتواند انجام بدهد، از هر نمونه یک عملی رو در واقع انجام بدهد. این تنوع در عبادات از نظر شرعی امر پسندیده است. جزاکم الله خیر. یعنی بعدی گفتن وقتی که در مورد کسی غیبت کرده باشیم و بخوایم که بخشیده بشیم، باید چیکار کنیم که خداوند ما رو ببخشه؟ از نظر شرعی غیبت کردن یعنی این که انسان بدگویی بکند. غیبت، معنی غیبت از در زبان فارسی به معنی بدگویی هست، یا در روایت اومده ذکرک اخاک بما یکره، این که شما موردی رو از برادر یا خواهر مسلمان تا ذکر بکنید که اون دوست ندارد، مطلبی را که یک فرد دوست ندارد که دیگران از اون اطلاع پیدا بکنند، اگر شما اینو علنی کردید برای مردم گفتید، این در واقع یک نوع در واقع غیبت شمرده می شود. چه بسا که این امر یک امر بدی نباشد، اما طرف راضی نیست، نمیخواد که کسی از اون مطلب در واقع اطلاع پیدا بکند، این در واقع می شود غیبت. و غیبت کردن تعدی به حقوق دیگران هست. حقوق دیگران را، یعنی حیثیت و آبروی هر فرد مسلمان در واقع بر دیگران در واقع حرام هست. تعدی کردن بر حقوق دیگران از نظر شرعی جایز نیست، و غیبت کردن، بدگویی کردن، سخنچینی کردن، این تعدی به حقوق دیگران هست و حقوق الناس هست. و انسان برای توبه کردن اول این که از این عمل باید باز بیاید، از این عمل باید باز بیاد، غیبت کردن را ادامه ندهد، و برای پاک کردن غیبت، حلالی طلبیدن، باید برود از اون فردی که غیبتش را کرده، در مرحله اول از اون برود با شهامت و شجاعت بگوید فلانی من غیبت تو را کردم، بدگویی کردم، مرا معاف بکن. این مرحله اولش هست. اما احیانا چه بسا که اون طرف این ظرفیت رو نداشته باشد یا منجر به یک مصیبت بزرگتری بشود، اگر برود بشه این حرف رو در واقع بگوید، در این صورت نگوید، هیچ اشکال ندارد که به اون اعلام نکند و نگوید، حلالی طلب نکند، اما در مقابل برایش دعا بکند، برایش دعا بکند، برایش صدقه بدهد و برای خودش هم دعا بکند که الله متعال را مغفرت بکند، به اندازه دعا بکند که مطمئن باشد که ثواب این دعا در حد گناه اون غیبت هست. یعنی در روز قیامت اون طرف رو الله متعال اختیار میدهد که از اعمال نیک شما بردارد، یا اون دعایی رو که برایش کردی ثواب اون رو در واقع بردارد. در هر صورت شما در واقع بری ذمه میشید، هم توبه بکنید به بارگاه الله متعال از این عملتون دوباره تکرار نکنید، و در همون مجالسی و پیش همون افرادی که غیبت و بدگویی کردید بروید دوباره خوبیش را تعریف بکنید، و در مقابل اگر نمیتوانید که عذرخواهی بکنید، طلب عفو و بخشش بکنید، حداقلش این است که برایش دعا بکنید، برایش صدقه بدهید، و این سبب میشود که این بدی شما در حقی که در حقی اون انجام دادید، این الله متعال ان شاء الله از شما ببخشد و در روز قیامت اون را از شما راضی بگرداند ان شاء الله. جزاكم الله خیر. 5 تا سوال داریم و نزدیک 8 دقیقه هم تا پایان برنامه. بیننده بعدی گفتن که سوزاندن ورقهای کهنه برای اینکه زیر دست پا نشه، آیا گناه داره یا نه؟ اشکال نداره سوزاندن اوراقی که استفاده شده، یا به تعبیری اوراق و کاغذهای محترمی هستن، و چه بسا که آیات قرآنی بر اونها نوشته شده باشه، سوزاندنشون از نظر شرعی و یا خمیر کردنشون یا در واقع خرد کردنشون هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی نداره. و یکی از راه‌های اگر واقعا قابل استفاده و بازیافت نیستند، از نظر شرعی جایز است که اونها را بسوزانند، یعنی اونها را دفن بکنند. هر دو مورد جایز هست و اشکال نداره. اگر قابل بازیافت هستند و اونها دوباره خمیر بکنند که دوباره استفاده بشه، باز هم هیچ گونه اشکال شرعی و ممانعتی در این زمینه وجود نداره. درست. جزاكم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خواندن قرآن و حفظ هر سوره از 10 آیه از هر سوره از قرآن، آیا این کافیه برای حفظ، یا این ثواب دارد، یا اینکه باید همه را حفظ کنم؟
ممانعت شرعی وجود ندارد از نظر اصلی که انسان یعنی از فلان سوره مثلا چند آیه را حفظ کرده باشه، آیه ای هستند که برایش زیبا هستند، یعنی مطلب و مفهوم اون آیات بسیار مثلا دلانگیز هست و برایش زیبا و جالب هست اونها را حفظ بکند، یا به خاطر معنیشون یا به خاطر آهنگشون و لحنشون یا به خاطر موضوعشون اون حفظ بکند، از نظر شرعی هیچ گونه اشکاله و ممانعت شرعی وجود ندارد. اما انسان باید سعی بکند مواردی را از قرآن کریم حفظ داشته باشد که در نماز اونها را بخواند، چه سوره کاملی باشد که اولاتر و بهتر هست، یا اینکه از هر جای قرآن که میتواند حفظ بکند، این در واقع اشکال نداره. اما اینکه بر خودش این التزام بکند، لازم بگیرد که حتما باید از تمام سوره های قرآن که آیاتشون بیشتر هست از هر سوره فقط 10 آیه را حفظ بکند، چون این فضیلتی را نداره، یعنی این به عنوان حافظ کل قرآن محسوب نمیشه. به اندازه آیاتی که شما حفظ کردید، تکرار میکنید و تلاوت و قرائت میکنید، به شما ثواب در واقع میرسد. اطلاعات و معلومات شما به اندازه تنوع موضوعاتی که شما در واقع از قرآن حفظ کردید بر معلومات شما افزوده میشود. اما این که خودش یک فضیلت باشه که شما از هر سوره چند آیه حفظ هستید، این در واقع فضیلت خاصی رو ندارد. آیاتی رو که برای شما میسر هست میتوانید حفظ بکنید، به عنوان اینکه قرائت بکنید در نماز بخوانید، اشکال نداره. از هر سوره ای که بخواهید میتوانید انتخاب بکنید. سپاسگزارم از شما. بیننده بعدی گفتن که در وقت نماز با صدای بلند آیه خواندن درست است یا نه؟ در وقت نماز، یعنی نمازهای به صورت کلی بر دو قسم تقسیم میشن، نماز جهری ما داریم و نماز سری. نمازی که قرائت با صدای بلند خونده میشه مانند نماز فجر، مغرب و عشا، و نمازهای سری مانند نماز ظهر و عصر هستند که سری هستند. از دیدگاه جمهور علما، یعنی سر خوندن، آهسته خوندن در نمازهای سری مانند ظهر و عصر و با صدای بلند خوندن در نمازهای جهری، نماز فجر و مغرب و عشا، از دیدگاه جمهور علمای اهل سنت و جماعت این سنت هست. به استثناء در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه این جزء واجبات هست. یعنی در نماز جهری با صدای بلند خوندن و در نماز سری با صدای آهسته خوندن در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به دلیل مواظبت همیشگی رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتند که این موارد فرض است. اما از دیدگاه جمهور اهل علم و مذاهب دیگر اهل سنت و جماعت این سنت است، به دلیل این که احیانا ثابت شده که رسول الله صلی الله علیه وسلم در نماز ظهر هم آیه را می شنوانیدند به اصحاب خودشون. یعنی در نماز سری هم گاهی وقتی با صدای بلند طوری میخوندند که صحابه حتی میفهمیدند که رسول الله صلی الله علیه وسلم در نماز در واقع چه آیه ای را خوندند. پس بنابراین بنابر قول راجح و قول اکثریت اهل علم و مذاهب اهل سنت و جماعت، هیچ گونه اشکالی ندارد که شما با صدای بلند نماز بخونید. اگر نماز خودش نماز جهری هست که بل اتفاق هیچ گونه اشکالی نداره، یعنی شما به صورت فرادا میخواهید نماز مثلا فجر را بخونید یا مغرب یا عشا را بخونید، هیچ گونه اشکالی ندارد، شما میتوانید با صدای بلند بخونید، با صدای آهسته هم در واقع جایز هست در این مورد. اما اگر در نمازی که سری باشد احیانا شما بخواهید که با صدای بلند بخونید، باز هم هیچ گونه اشکالی در مذهب جمهور اهل سنت و جماعت در نماز ایجاد اشکالی ایجاد نمی شود، به استثناء در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که این واجب هست و از ترک واجب در واقع سجده سهو لازم میشه. کسانی که پیرو مذهب امام ابو حنیفه هستند سعی بکنند که مراعات بکنند، این نماز سری رو جهرن نخونند و نماز جهری رو و وقتی که در یعنی امام هست و اونو سری نخونند. اما در صورتی که به صورت فرادا باشه، اختیار دارد که نماز جهری رو میتواند که جهرن هم بخواند، میتواند که سرن هم بخواند. درست، تشکر میکنم از شما. بیننده بعدی گفتن که برادرشان و پدرشان جنگ و دعوا کردند و پدرشان این برادر را آق کرده و به ما هم گفته است که با این فرزند با برادرشان رفت آمد نکنند. حالا گفتن که ما چیکار کنیم؟ حرف پدرمون رو گوش بکنیم یا با برادرمون رفت آمد نکنیم یا نه با برادرمون رفت آمد بکنیم؟ از نظر شرعی، یعنی به صورت یک امر در واقع
کلی قطع رحم از نظر شرعی یک گناه محسوب می شود. ما اجازه نداریم که با پدر و مادر و خویشاوندانمون، برادر و خواهر و بقیه خویشاوندانمون قطع رابطه و در واقع قطع رحم بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صله رحم تاکید خیلی زیادی رو فرمودند و گفتند که صله رحم در واقع موجب برکت در عمر می شود و الله متعال هم رزق رو اضافه می کند و هم این که موجب برکت و ازدیاد در عمر می شود. و در روایت هم داریم که رحم یعنی این رابطه خویشاوندی در پیشگاه الله متعال گلایه کرد و شکایت کرد و الله متعال بهش وعده داد هر کسی که تو را وصل بکند من اون را به رحمت خودم و به خودم وصل میکنم و هر کسی که تو را قطع بکند الله متعال هم اون را در واقع قطع میکند. به صورت یک امر کلی قطع رابطه کردن و قطع قهر شدن با دیگران و به خصوص از خویشاوندان این از نظر شرعی جایز نیست، منتها به عنوان یک ابزار تربیتی تا یک مرحله جایز هست. به عنوان یک ابزار تربیتی اگر پدری بفهمد که فرزندش در واقع از اشتباه خودش باز میگردد، متوجه میشود، یا برادرانی که یک برادری پایبند نیست میخواند که به این گونه تنبیهش بکنند و عملا تنبیه میشود، میتوانند که در تا یک محدوده زمانی اون رو در واقع هجرش بکنند، با اون قهر بشوند به خاطر این که اونو بهش بفهمانند که در واقع ما تو به ما نیاز داری اگر واقعا این گونه هست و که متوجه می شود تا یک مقطع زمانی جایز است. اما اینکه به صورت کلی همیشه قطع رابطه بکنند این جایز نیست و در رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق دستور داده که ما صله رحم بکنیم، حتی اگر پدر دستور بدهد که ما قطع رابطه بکنیم برای همیشه قطع رابطه کردن با هیچ کسی جایز نیست. جزاکم الله خیر. بیننده بعدی گفتن که خانم برادرشون به خواهرشون یکی از بچه هاش را داده و خواهرش گفته که باید اعلان بکنید و بگید که این بچه مال خودش است. آیا این حق را داره یا نه؟ از نظر شرعی حکم تبنی در اسلام در واقع منتفی شده، یعنی نسخ شده. هیچ کسی نمیتواند فرزند کسی دیگر را فرزند شرعی و قانونی و همه جانبه خودش در واقع تصور بکنه. میتونه که به عنوان اینکه مربیش باشه اونو در واقع پرورش بده، بزرگش بکنه، این هیچ گونه اشکال شرعی وجود در واقع نداره و بنابر تعبیر قرآنی و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی رو ما باید به نام خودش در واقع به نام پدر و مادرش صدا بزنیم. این گونه نمیشود که ما در یک موردی پدر و مادر اصلی رو که هم ما میدونیم که پدر و مادر اصلی این کودک در واقع اون فردی نیست که الان اونو بزرگ میکنن، اینو اگر برایم که به نام اونا ثبت بکنیم، به نام اونا شناسنامه بگیریم به گونه ای که هیچ کسی خبر نشود، این در واقع در نهایت منجر به یک مشکل عظیم میشود. بحث محرم و نامحرم در اینجا به وجود میاد و بحث در واقع ارث و میراث هست، ولو این که این فرد از یک خانواده دیگر هست، اینو بردن در یک خانواده دیگر به عنوان فرزندشون در واقع قبول کردن، اما باز هم این رابطهش با خانواده اصلیش قطع نشده. پدر و مادر اصلیش، برادران اصلیش همون کسانی هستن که در اون خانواده هستن و میراثی که از اونها میبرد و بحث محرمیت و محرم و غیر محرم کماکان در واقع بر خودش باقی هست. اما این که به عنوان احترام بهش بگویند که این فرزند تو هست یا اون فرزند هم اون رو در واقع به عنوان پدر یا به عنوان مادر صدا بکند، عمو را پدر خودش صدا بکند، خاله و عمه را مادر خودش صدا بکند، این از نظر شرعی اشکال نداره و جایز است. جزاکم الله خیر. خسته نباشین. تشکر میکنیم تا این لحظه ما بودین و وقت شما را گرفتیم و از بینندگان عزیز نیست تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما بودن. در اینجا به پایان برنامه رسیدیم و تا یک دیدار دیگر همه شما بینندگان عزیز را به الله متعال میسپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Mm-hmm.